بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشد. امروز جمعه است، 22 شهریور 1398 و برابر است با 13 سپتامبر 2019 میلادی. بگید ببینیم که در شهر و دیار شما چه خبر؟ به قول معروف چه خبر از ایران؟ آقای جان بولتون هم رفت و این دوستان مجاهد یک بار دیگه یتیم شدن. امروز برای من فرستاد آقایی که بیا برنامه ایران آزاد رو نگاه کن. بگم خب چرا اینا اسم تلویزیونشون نمیذارن تلویزیون مجاهدین؟ میترسن، از اسم خودشون خجالت میکشن، از اون ننگی که روی پیشونیشون مونده بابت خیانت به ایران در زمان جنگ، خیانت به ایرانیان. و بزرگترین خیانت این که کمک کردن اینا با آخونده رو آوردن سر کار همون اول بماند. گفتم آقا حالا جان بولتون رو فراموش کن، شما برو این آقای رجوی مرحوم رو پیدا کن. و اما جان بولتون رفت، مجاهدین یتیم، رجوی ناپدید. ولی خبر خوب این که برنامه شماره 238 آقای حسن ارشاد به دست ما رسید، قسمت 1 و 2. بعد از برنامه خودمون ساعت 4 به وقت نیویورک برای شما این دو برنامه رو پخش میکنیم. خبر بهتر این که دیدید بعض وقتا مثلا میگید 10 تا شهر خوبی که میتونید توی زندگی کنید، شما دنبال شماره یکش میگردی، اول 10 رو نشون میده، 9 رو، 8، 7، 6، همینجوری تا بیاد به ما. اینجوری دیگه میگیم خبر خوب آقای ارشاد. خبر بهتر این که ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره نوشته جدیدشون یا مقاله جدیدشون و رفتن جان بولتون، که جان بولتون میگه من استعفا دادم و ترامپ میگه من این رو اخراج کردم. مهم نیست چه اون استعفا داده باشه چه اون اخراجش کرده باشه، اینی که یه آدم پلید جنگ طلبی رفت، کسی که حتی به این نخود کوچولو رهبر کوچولوی کره شمالی پرسیده بود که خب من این به اصطلاح بمب اتم و اینا رو بدم که چی بشه، گفته بود هیچی دیگه، مثل قذافی لیبی. و اونم گفت به خوب شد که گفتی، پس دو دستی نگه میدارم و نمیدم. من از به اصطلاح ایشون میگه که بگو عمو سیبیلو، آخه سیبیلش هم مردشور هیکلش ببره. این سیبیل مورد 40 سال پیش بود اینجوری، اولا اینجوری بود همیشه مثل اخمو. شما میبینی وقت میخوای یه صورتک بکشی اگه هپی فیسه یا خندانه اینجوریه، اگه گریانه اینجوریه. این سیبیلش هم گریان، موهای ابروش هم که اینجوری بود و اینها. خلاصه رفت، حالا صبر کنید تا بشینه و این هم کتاب بنویسه و از داستانهای داخل به اصطلاح اتاق بیزی اینجا میگن اوال و ماجرای این شالاتان بزرگ بیشتر آگاه بشیم. به احتمال زیاد به زودی این اتفاق میفته. میگه که امیر طاهری همکار بولتون خیلی پافشاری میکند که بولتون استعفا داده. خوب داده که داده، احمق، جنایتکار رفت، دنیا شاید بهتر بشه. ترامپ هم از سیبیلاش شاکی بود. آره همون روزای اول هم گفته بودن که حالا ترامپ بهش میگه که سیبیلاتو بزن، ولی مثل که زورش نرسید. و این دوستان همین اول کار بذارید من دو تا خبر هست که یکی ماز جبرانی در ماه اکتبر در سندیگو اگه اشتباه نکنم برنامه داره، یکی هم آقای اندی این خواننده خوبمون با آقای مکس امینی. و برای من خیلی جالب، من بارها به شما گفته بودم که اندی انسان خوبیه، هم از دوستیش با آدما. اگه میخواین ببینید کی آدم خوبیه، از رفتارش با حیوانا، دوستی حیوونا، دوست داشتن حیوونا و اینها شما متوجه میشید که این انسان خوبیه. ببینید این شالاتان ترامپ
اصلا سگ و گربه و حیوان و میمون اصلا زن و بچهش چی نمیکنه. پریشب اومده دیروز، حالا میخواد یعنی زنه بیکار نباشه اینم بگی من یک کاری انجام دادم. اون آمد اون ماجرای بی بس که اصلا غلط بود جمله، باید بی دی بس باشه. خب این انگلیسیش هم از ما بدتره، گفت بی بس. اوکی باشه، چشم. به هیچ جا نرسید. ماجرای بولینگ یا نمیدونم بولینگ رو تو مدرسه های ایرانی ما به این شدت نداشتیم که زور بگه بچه‌ای به بچه دیگه و اینها. ماجرون میاد باباش میورد میزدش یا به مدیر مواد. اینجا خیلی وضع بده، به خودکشی میرسه، به کارهای جنایی و اینها میرسه تو مدارس و اینها. اونم به جایی نرسید. حالا اومدن گفتن چه کار کنیم، چون جدیدن 6 تا جوان در آمریکا مردن از این ماجرای سیگارها و قلیونهای الکترونیکی که اینجا بهش میگن ویپ. بعد خیلی هم همشون این اصاره میگن، طعمای مختلف بهش میزنن. بعد جوونه میگه من 16 سالم بوده کشیدم، 18 سالگی نمیدونم سرطان این و اون و فلان اینها. خلاصه گفتن خب یه کاری هم بکنیم. حالا این زنه آورده میخواد. بعضی وقتا میخوام بگم زنه بیچاره، نه زنم بیچاره نیست، این خودش میخواد، خودش میخواد این کارو انجام بده. وایلا جوون بودی تو مملکت و آمریکا بودی، میرفتی دنبال کار زندگی، الانم موفق بودی به جایی که مثل اولولک. شما میگین اولولک، اولولک سر لته، اولولک سر لته به شیرازی میشه یعنی مترسک سر مزرعه. بمانه این زنه نشسته اینجا، این دوتا، اون یکی تو در پیری خدا میدونه به ضرب چه قرصی یه بچه‌ای برای این درست کرده. بچه هم بیچاره یکم عقب افتاده است، فقط قدش دراز مثل تیر چراغ. میگه که نمیگه ما یه پسری داریم نگران جوونا هستیم، میگه این خانم یه پسری داره و این تصمیم گرفته که اینجوری اینجوری. اون زنه همینجوری مثل ربات، مثل آدم آهنی میشینه اینجوری. به قیافه این زن نگاه کنید، با وجودی که این مدل بوده و اینا، روح نداره. یعنی مثل میگن دد من واکینگ، این دد وومن واکینگ. در صورت این ماجرای کاخ سفید و اینها افتضاح در اومده، از اون ور ماجرای استیزا به شدت بالا گرفته و فکر کنم نامش رو همین روزا می‌نویسن و تقدیم میکنن ببینیم چی میشه. بله، میگه که سلام و درود به شما، 3-4 بار غایب بودم. اصلا نگران نباش، ما هم 1-2 بار غایب بودیم. حسنه اونایی که غیبت میکنن اینه که نمیدونن کسای دیگه هم غیبت کردن. و این من سالها پیش یه کسایی زنگ میزدن به برنامه میگفت آه سربی یه فلانی هست تو برنامه شما هم زنگ میزنه. میگفتم بله. میگفت آقا این 24 ساعت تلویزیون های ایرانی نگاه میکنه و زنگ میزنه. میگفتم خب شما از کجا میدونی؟ شما هم داری 24 ساعت نگاه میکنی که ببینی اون 24 ساعت. بله حالا از کی تا حالا نگاه کردن تلویزیون ایراد شده یا سرشکستگی شده؟ دیدید ایرانی ها میگه من که برنامه های ایرانی رو نگاه نمی کنم، تصادفاً داشتم با ماشین میرفتم خوردم به تیر چراغ برق، یه دفعه این تلفنم روشن شد یه برنامه آمد. آقا اگه اینقدر خجالت آور نگاه نکنید. من بارها گفتم کسی که سیگار میکشه مشروب میخوره نباید بگی من جلو فلانی سیگار نمیکشم. بدبخت، برای خودت احترام قائل باش. اول جلو خودت سیگار نکش. بمانه میگن سلطنت طلبها و مجاهدین در حال سینه زدن به جای حسین بلتون بلتون میگن. والا نمیدونم این سینه زدن و غم زدن و اینها دموده شد، مدل جدیدش الان با تفنگ همدیگر رو شوت میکنن یا خودشون رو شوت میکنن. عجب ملتی هستیم باها. البته تو پاکستان هم خنجر میکنن از این بغلشون، از جلوشون شمشیر میکشه بیرون فلان اینا. افتضاح، افتضاح. یعنی دین، هر دینی. فیلیپین برید نگاه کنید ببینید این مذهبیون. بفرستید دوستان یه لینکی که این فیلیپینی ها برای جیزس چه کار میکنن، برای مسیح چجوری خودشون رو میخ میکنن، زنجیر میکنن، میکشن رو زمین.
زجر و شکنجه، یه چیزایی مثل تیغ اونا هم دارن، مثل زنجیر که میزنن به هم. صحبت از زنجیر شد، زنجیر زنهای امسال رو دیدید؟ ماشاءالله، الله اکبر. دماغا همه جراحی شده، موها همه بلوند رنگ شده و اینا میرن سینه میزنن. حالا سینه هم ندیدیم هنوز سینه، ولی زنجیر میزنن. اونا هم نمیگن خواهر شما نباید بیاین تو این مراسم، این مراسم نمیدونم شأنش بالاتر از بیهجابان. ولی همین بیهجاب اگه خاص بره فوتبال تماشا کنه، میشه اون بیچارهی که گرفتنش و زندان، و بعد از زندانم بیچاره تر خودش رفت خودش رو آتیش زد، و از اونم بیچاره تر در بیمارستان فوت شد، از اون بیچاره تر پدر و مادرش که حالا باید همه عمرشون زجر بکشه. من حقیقتا خوشحالم که با این دردی که این بنده خدا میکشید به اصطلاح فوت شد و رفت، ولی برای پدر مادرش واقعا متأثر و متأسف. و اما حالا از دوستان خوبمون گرفته که مقاله می نویسن، تا شاعر آقای حالو که شعر میگه، تا اونای دیگه همه نشسته بودن تا این خانم سحر خدایاری اسمش چیه، این بدبخت این کار انجام بده، اینا همه یک مطلب جدید داشته باشن درباره صحبت. یعنی ما هیچ موضوع دیگه‌ای نداشتیم، هیچ مشکل دیگه‌ای این دولت جمهوری اسلامی اینا نداره. من همین امروز آقای لادن رو به چالش میکشم که آقا 40 سال است من حداقل 100 تا نامه ایمیل در این باره گرفتم که آخرین میخ آخوندها، آخرین میخ تابوتشون رو زدن. اولا این یه چیز غلطیه، و اینجا هم آمریکایی‌ها وقتی میخوان سیگار بکشن به شوخی میرن میگه که من آخرین میخ دارم به تابوتم میخ میزنم. شما میتونی به تابوتت میخ بزنی، ولی آخرین میخ تابوتت رو خودت نمیتونی بزنی. آخرین میخ تابوتت رو اینجا میگن اندرتیکر یا همون مردشور، حالا که نمیشونن که اینا میذارن اون تو، اونه که میکوبه اون آخرین میخ رو. و وقتی این دوستان هی گفتن آخرین میخ آخوندا و فلان اینها، آخوندا گفتن نگاه کنید این اپوزیسیون اصلا نمیدونه که ما آخوندا که تو تابوت خاک نمیشیم، ما با کفن خاک میشیم. حالا البته دوستمون آقای لادن نوشتن که آخرین برگ این حکام جنایتکار ایران هم سوخته شد. گفتم حالا حتما جواب میدن که آقا ما که ورق بازی نمی کنیم که برگمون بسوزه. امیدواریم این برگ دفتر زندگیشون باشه و ببینیم چه خواهد شد و ایشون چه پاسخی میدن. بذار من این آگهی اندی رو برای شما پخش کنم و به این وسیله از این هنرپیشه خوب، از مسئول، از مکس امینی اینها تشکر کرده باشیم. یه لحظه صدای این زیاده، من صداش کم کنم بیارم از اول براتون پخش کنم. تصویرشم بزرگه، توی این سیستم جا نمیگیره، ولی درستش میکنیم. هیچ گفت مشکلی نیست که آسان نشود، مرد باید که هراسان نشود. این رو بعدا گفتن عوضش کنید بگید فرد باید که هراسان نشود. یه فرد همیشه مرد، همیشه زن. خب میبینید شما این آقای مکس امینی، مکس امینی بچه همین مریلند و اینجاها هست، وقتی هم میاد مریلند و ویرجینیا و اینها میگه که خیلی خوشحالم که در میان همشهریام هست. آقای اندی هم که بس بچه مجیدیه تهرونه، آبجو مجیدیه یادتونه، این خیلی از ارمنی ها اون اطراف مجیدیه زندگی میکردن. آقای اندی مددیان فکر کنم فامیلش باشه اونجاست. دوستان عزیز خیلی خوشحالم، یعنی امروز دیگه نور علا نور ها. مانی خورسندی هست، خانم دکتر جیلانی اینجا هست، آقای فرهنگ حمید اینجا هست. این آقای فرهنگ حمید صاحب تلویزیون بوده، برنامه گذار بوده، آدم خوبی هم هست. چون وقتی هم برنامه میذاره خیلی خودمونی
با زبان مردم با مردم صحبت میکنه. چند بار ما بهش گفتیم آقا اگه برنامه جایی داری بفرست ما اینجا پخش میکنی، اگرم نداری به قول امریکایی you are more than welcome تو همین تلویزیون کوچولو نقلی ما استفاده کنی و برنامه داشته باشی. خب میگه که خانم جیلانی اینو میگه، میگه سحر هم قربانی جنبش دموکراسی خواهد شد، او نیز یک شهید است. من نمیدونم شما چرا میگید قربانی جنبش دموکراسی خواهد شد، این بنده خدا که دیگه رفته از بین. بر صورت دوستان عزیز این آگهی رو نگاه کنید و شماره تلفن در زیر صفحه هست، وبسایتشون هم خیلی ساده خلاصه اینجا هست، میبینید نوشته ticket@scfta.org، تاریخش هم هست 26 اکتبر، اینجا هم نوشته اندی و مکس امینی، این اندیه یا مکس امینیه، با هم ببینید. Streamline World and Parish Entertainment proudly present شنبه 26 اکتبر Segersum Center for the Arts Orange County برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران اندی با دلی پر از صدا وقت اگه با عشقای گرم مکس اندی شنبه 26 اکتبر شنبه پر هیجان فن انترتینینگ Music and comedy at the most prestigious concert hall in Orange County. Andy, the Max Andy, در کنار هم و فقط یک شب. بسیار عالی. ببینید وقتی کارشون درسته، آگهی هم کوچیک، به قول اینها short and sweet، کوتاه، مفید، مختصر. خب دوستان عزیز شما بگید چه خبره، بنویسید اینجا در فیسبوک چه خبره، منم می نویسم. امروز هم باز صحبت که این روزا کسی با کسی نمی کنه، این زنگ می زنه، اون تو بیمارستانه، خانم دکتر زانوستور می گن، ایشون زنگ می زنه، این تو استودیوه داره برای این اون کار می کنه. گفت روزگار غریبی است نازنین، با این همه وسائل ارتباط، از سلفون گرفته، از تلفن گرفته، از فیس تایم گرفته، از فیسبوک گرفته، از اسکایپ گرفته، از ونمو گرفته، از ونمو مال پوله، مال اون یکی چیزه، از واتساپ گرفته، اینها همدیگر رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. من اینجا دنبال شما میگردم، شما اونجا داری دنبال من میگردی. اینه اون وقتا میگفتن آدمی که یک جا همه جا، آدمی که همه جا هیچ جا. خیلی ها ما نمیفهمیدیم، میگفتیم یعنی چی؟ خب آدمی که یک جای همه جا، آدمی که همه جاست چرا هیچ جا؟ حالا میفهمیم. اینایی که از این سوراخ به اون سوراخ به اون سوراخ به اون سوراخ میرن، ولی اونی که نشسته یه جا همه میتونن بیان پیدا کنن، اینگاه همه جاشو میدونن. این هم از بله خانم جیلانی نوشتن خواهی، خب اون بالا هم نوشته خواهی، ما تو قسمت خواهی شد، خواهیش جنبش سحر هم قربانی جنبش دموکراسی خواهی شد. بله خیلی ممنون، ببخشید من بد خوندم، یعنی در گذشته اتفاق افتاد، بله چند روز قبل این بنده خدا فوت شد. مرسی، از وقتا آدم فارسی هم که میخونه نشون میده که چقدر ما فارسیمون، یعنی زبانهای دیگری که یاد نگرفتیم هیچی، همین فارسی هم که دو کلمه بلد بودیم رفت از یاد. ماجرای راه رفتن زاغ، این زاغ همون کلاغه یا زاغ اونیه که از کلاغ هم باهوشتره؟ یه حیوان دیگه ای هست اینجا، فکر کنم بهش میگن روبین، فکر کنم، نمیدونم چی بهش میگن، از کلاغ کوچیکتره و این خیلی باهوشه. حالا عمرشو نمیدونم. کلاغ، شما هیچ وقت تا حالا کلاغ دیدید تو خیابون ماشین زده باشه بهش؟ کلاغ هم باهوشه هم عمرش زیاده. حالا بعضی ها شعر می نویسن، عقاب می رود گرسنه نمی ماند می میرد، ولی کلاغ نمیدونم
مدفوع دیگران را میخورد و زنده میماند. کلاغم میگه آقا حالا شما برید مدفوع بخورید زنده باشید، مثل من باهوش بشید. نمیدونم در هر صورت چه باید کرد و چه گفت. واقعا دیگه کم کم من هم دارم به جایی میرسم که کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست. میدونید که من 20 سال پیش وقتی شروع کردم، بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدم که کارمون خیلی خرابه. یعنی حقیقتا بعد از 3 سال، ولی 2 سالم تکرار میکردم اینو که کارمون خیلی خرابه. خیلی از دوستانم اول وهم میمادن آره تو اینجوری ما، چون من همه جست میگم آقا چرا به ما میگی کارمون خیلی خرابه؟ میگفتم شما کارتون درسته؟ میگفت بله. میگفتم به شما که نیستم، من به این آقای فرهنگ حمید هستم که اونم مثل من کارش خراب، کار ما خرابه، کار شما خیلی درسته، ولی قولت میدم اگه بیای تو تلویزیون ملت میگن آقا این پدر سوخته دوز فلان بیساری. ما یه روز با این آقای محبوده قربانی مصاحبه کردیم، تا 3 روز مردم فوش میدادن که آقا این به همه بده کار تو کالیفرنیا، نمیدونم کلا سر همه گذاشته، از جوونا پول میگیره که معروفتون میکنم، هنرپیشتون میکنم، مثل خواننده گوگوش میشید فلان. بیست گفتم والا من نمیدونم با خودشون تمام. بله میگه اگه میخوای فرق کلاغ با زاغ رو بفهمی، کلاغ را میره، زاغ میتنگه. این میتنگه هم شیرازیه، اینایی که میپرن میجهن اینجوری حوصله راه رفتن نداره. بچه ها دیدید ماشاءالله بچه ها راه نمیرن و نمیدونن، همون میتنگن. بعدم بهش میگه اینقدر نتنگ بی بشین. خب ممنونم آقای اکبری از دیروز ترامپ دوباره داره میره تو مود انتخابات، دوباره میره تو اون وعده های دروغ که من میخوام جنگ ها رو تموم کنم. ما تا امروز 7 تریلیون خرج کردیم توی افغانستان و عراق و اینجاها، و این جنگ هیچ به اصطلاح چشمنداز خوبی هم نداره. میدونید که حتی قرار بود 2-3 روز قبل از 11 سپتامبر در کمپ دیوید، که کمپ دیوید برای اینا یه جای مقدس می‌تره، دیدار داشته باشه با طالبان، که حتی همین جان بولتون احمق گفته بود آقا چرا با اینا دیدار می‌خوای بکنی و چرا تو کمپ دیوید، که بعدم اونا زدن یه چند نفر رو کشتن، یه دونش هم آمریکایی بود و اینم گفت که نه دیدار باطل شد. دوستان یک برنامه واتساپ من هر وقت روشن میکنم بدونی که بخوام یه چند تا ویدیو از افرادی که اصلا نمیشناسم میاد. باور کنید 2-3 روز پیش من یه ویدیوی دیدم، هیچ توضیحی هم ننوشته بود که حالا این آمریکاییه، اینا که اینا انداختن اینجا کجایی هستن، این از این کشتارها، کشتار که نبود شکنجه بود. من حالا فقط براتون میگم چون اگه نشون بدم باور کن حالتون به هم، که آدم کاش که حالش به هم بخوره، ببخشید استفراغ کنه راحت بشه، اصلا دگرگون میشی. تا 2-3 روز از خودت میپرسی آخه اگه خدایی هست چقدر احمقه که به این گفته این اشرف مخلوقات. یک آدم سفید پوستی رو دستش از پشت بستن، پاهاش بازه، لخت لخت پاهاشو دو نفر گرفتن، یه سگ از این سگای پیتبول، از این سگای پیتبولی که با هم دعوا میکنن و اینها، این سیاه‌پوستان خیلی دوست دارن اینها رو میگیرن برای داگ فایت. نمیدونم لابد یه موادی هم زدن به این آلت تناسلی این بدبخت خدا زده، که مثلا میگن پینات بادر این سگا خیلی دوست دارن. این سگا میان این زنده زنده این آلت تناسلی اینو میخورن و میکشن و اینا، اصلا آدم به خودش فوش میده که من چرا اینو نگاه کردم. ولی بشر همیشه این حالت کریوس، یعنی دنبال این که حالا ببینم این چیه، چی نوشته، مثلا ببینیم این به یه نفر تجاوز کرده، خانواده اون متجاوز گرفتن اینو، اینجوری شد. خلاصه اصلا 2-3 روز من حالم بد بود. یعنی این آقا مثلا پتیک میدونه حتما تعجب کرده که آقا این سوربی که اینقدر جواب میده و اینا چه، اصلا آقا من نمیخواستم بیام نزدیک کامپیوتر، اینجوری بهتون میگم. بله
آها می جهد می جهد. البته شما اینجوری که نوشتید شده مجد. مجد اینجا به آدم کوتوله ها که الان میگن بهشون هم نگید مجد، بعدشون میاد، بگید little people یعنی آدم های کوچولو. فیلمایی هم هست. خب گفت 7 تریلیون ما خرج کردیم. من میگم خدا یا این تریلیون بلیون بلیارد، بعض وقتا هم بد آدم پولدار نباشه، هیچ وقت با این عددهایی که این همه صفر داره برخورد نکرده. ما والا هنوز به 1 میلیونش هم نرسیدیم ببینیم 1 میلیون چند تا صفر داره، ولی دیگه یاد گرفتیم 6 تا صفر داره. ولی من حالا براتون میگم که تریلیون چیه. میگه که این امریکن سیستم گویا فرق هم میکنه. اینجا وقتی شما میگی بیلیون، یه جای دیگه میگنش بیلیارد مثلا، نه اون بیلیاردی که بازی میکنه. میگه این امریکن سیستم، تو سیستم آمریکایی 1 بیلیون 9 تا صفر داره، یعنی 1000 میلیون میشه 1 بیلیون. تریلیون از 11 تا صفر داره. پس میگه so 1 تریلیون is 1000 times of 1 بیلیون. میگه پس 1000 بیلیون میشه 1 تریلیون. بعد میگه این بریتیش سیستم، تو سیستم انگلیسی، این بریتیش سیستم 1 بیلیون is 1 12 تا صفر و 1 تریلیون is 1 یا علی مدد 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 6 تا 3 تا 18 تا صفر. خیلی ها این بشر که پیشرفته ترینشون و مدعاترینشون انگلیسی ها و آمریکایی ها هستن، هنوز سر حساب و کتاب عدد و رقم، سر رانندگی به توافق نرسیدن. این از این وری میره، اون یکی از اون وری میاد، میگه آقا خب بیان دوتامون یه جا بریم، نمیره. این میگه اینچ، اون میگه سانتیمتر. ما چون با سانتیمتر عادت کردیم، به نظر من سانتیمتر بهتره. باز چون اون اجزا و چی بهش میگفتیم دیگه، اون یکیش اجزایش بود، یکی بزرگترش بود. مثلا متر، اگه شما بگید دسیمتر و سانتیمتر، اینا اجزایش میشن، سانتیمتر و میلیمتر. بالاتریش میره که میشه به هکتار و اینا میرسه. به فارسی محلی میگوین میجد. میجد یعنی میجد. خب این ماجرایی به توافق نرسیدن. تا حالا بشر 2-3 تا ضایعه بزرگ به خودش زده. مثلا دانشمند آوردن اینجا سفینه فضایی ساخته که بره کره مریخ، رفته سوختش تموم شده، مسئله میزنم. بعد گفتن فلان، گفته آقا من برای اینقدر کیلومتر ساختن. اینا گفتن ما فکر کردیم برای مایل ساختی، یا تبدیل اینچ به سانتیمتر. بعضی ها میگن 2.5 سانته، بعضی ها میگن 2.60 هست. خلاصه خیلی روزگار غریبیست نازنین. و چه باید کرد من نمیدونم. ماز جبرانی هم یه عکسی برای من فرستاده بود، اگه بتونم بهتون نشون میدم. ولی اون روز عکس این آگهی به اصطلاح برنامه آیندهش در کالیفرنیا رو من روی فیسبوک هم گذاشتم هم نشون دادم. خب ببینیم که کجای کاریم و چه باید کرد. و بله این آقای حالو آمده یه شعری گفته، خیلی جالبه. اینا به جایی که رهبر مردم باشن دنبال روان وای میسن، یه اتفاق که میفته دربارش حرف میزنن، یه چیز جدید نمیان بگن به مردم که هدف ما اینه، برنامه اون اینه، نفراتمون هم شما ها هستین، بیان به ما بپیونید. اتفاق امروز صبح برای آقای احمدعلی انصاری نوشتم، 2 تا ویدیو ایشون فرستاده بود. گفتم ویدیوها قشنگن، معلومه کار کردید زحمت کشیدید، ولی به نظر من اینا بیشتر به مناجات شبیهه، نه به اینکه یک خبر تأسیس و خبر افتتاح یک حزب باشه. بعد این حزب حق حزب سیاسیه، حزب مذهبیه، اصلا مذاهب حزب میتونن داشته باشن.
چون از اون ور داریم دیگه حزب الله. آخه این خدا کیه که برای خودش اومده حزب درست کرده؟ نمیدونم. خلاصه اشکال یه جا و دو جا و ده جا و بیست جا نیست. این دوستی که الان اومد آقای رحیم رحمانی یه عکسی داره تقریبا مثل آقای اکبر اکبریه. این دوستان اگر یه عکس جدید خودشون رو بذارن بد نیست. البته این اشکال به خود منم هست، چون عکسی که من این برون بردارم مال یه دفعه میخواستم برم کالیفرنیا، رفتیم و این آقای عباس شیر محمدی این عکس رو گرفت که عکس قشنگی هم هست، و اونو من برای هر جایی که به اصطلاح کار ویدیو اینها بوده اون رو هم فرستادم. برای هر کی فرستادم تا اونو دیده گفته تو ژورنالیستی، یا گفتیم بابا ما ژورنالیست نیستیم. ژورنالیست باید شما مدرسه‌ش رفته باشی، درسش خونده باشی و کار انجام داده باشی. دوستان یادتون باشه در آمریکا یکی از محاسنش اینه که به شما میگه شما لازم نیست مدرک لیسانس داشته باشی. شما اگه رفته باشی 4 سال 5 سال یه جای کار کرده باشی، زحمت کشیده باشی، بتونی از عهده اون کار بر بیای، استخدامت میکنن. بله بعض وقتا وقتی میخواد استخدام کنه میدونی که مدرک دیپلم باید داشته باشی، دکترا داشته باشی، اینها خیلی جاها میگه یا به اصطلاح تجربه مساوی با اون. این حسن آمریکاست. اینم از آقای رحیم رحمانی. خب البته خیلی از دوستانم هستن با اسامی مختلف میان، مثلا اون آقای معتادی رو که ما کردیم بیرون، از 2 روز بعدش یه آقای آمد و جالب بود، فامیلش هم اکبری بود، چون با اکبری دوست شده، آلمانی میتونه با هم حرف بزنه، بعد یه دفعه اون اومد اسمش اکبری بود، بعدم میگم من که برنامهات رو نگاه نمیکنم ولی یکی یکی همه چیزها رو میگفت. آقای خسرو بهرامی یه پیامی گذاشته، اگه بتونم و پیداش کنم براتون پخش میکنم، ولی چند روز گذاشته چون نبودم و دسترسی به کامپیوتر خودم نداشتم و از طریق یه کامپیوتر، یعنی از طریق این تلفن و از طریق یه آیپد امردی، شما هرچی پیر میشی این دوست داری صفحه های کامپیوتر و تلویزیون اینا بزرگتر باشه، نور باید بیشتر باشه و اینها. ما این جایی که بودیم این چیزا همه کوچولو بود و من نتونستم اونجوری که باید شاید به اینها برسم. در اصل ایشون لطف کرده و تشکر کرده، گفته که اون روز گفتی و گفته من یه پیام 3 دقیقه‌ای گذاشتم، حالا من ببینم میتونم پیداش کنم. نمیدونم شما هنوز با اون تلفن قدیمی 703 زنگ میزنید یا با گوگل وایس. بذارید من اینجا با گوگل وایس ببینم میتونم شما رو پیدا کنم و پیام بذاریم. البته بعضی وقتا اینقدر سرعت این روزگار زیاد شده و خبرها زود به زود میاد که اگه یه پیامی رو شما 2 روز پیش گذاشته باشی من الان برای مردم پخش کنم، ملت میگن آقا این که خیلی قدیمیه. یه جایی اینجا از 561، نه این نیست 561، یه آقای دیگه از 512، آقای چیز باید 516 باشن شماره تلفن نیویورک. درستان نمیبینم. حالا برنامه رو امروز اگه نگاه کردید برای دوشنبه بعدن برنامه بذارم. دوشنبه ممکنه من نرسم سر ساعت، ممکنه دیرتر برسم، بعدم نیست برنامه رو ببریم بذاریم 6 عصر 7 عصر به وقت اینجا که بشه به اصطلاح. ولی برای اروپایی ها این مهم نیست، اونا یه فرداش نگاه میکنن مثل کتلت مونده. الان من نمیتونم پیدا کنم این پیام های ایشون رو، بذارید اینجا ببینم یک لحظه گوگل وایس رو میتونم پیدا کنم یا نه. و از شما دوستان هم عذر میخوام که یک کمی اینجوری به اصطلاح به هم ریخته هستی. بله یه چیزی، خسرو بهرامی آگست 29، این مال 2 هفته پیشه، این خیلی سپتامبر 6، اینو پخش کنیم اگه پیامه. بله مثل پیامه سپتامبر 6، ببینم اگه این پیام باشه ما هم پخش میکنیم. از اینایی که از لحاظ تکنیک وایفای و اینترنت و اینها وارد هستن یه سوال دارم، آیا امکان داره که شما با کیبل ایترنت سیستمت وصل باشه به مودم، بعد اینو قطع کنی از وایفایش استفاده کنی، از سیستم بیسیمش استفاده کنی
و سرعتت بیشتر بشه، یعنی سرعت اون اینترنت کارتت مثلا بیشتر از سرعت مستقیم باشه، این اتفاق تو این کامپیوتر افتاد. مثلا با اون قبلی 134 بوده، با این 223 هست. دوستانی که هنوز دارید توی 1 و 2 دست و پا میزنید این مگابیت پر سکند و میگید آقا صدا قطع وصل میشه، هرچی ما میگیم بابا جون این دیگه نرو این وای فای مکدونالد بیچاره رو بدوز، دیگه این وای فای چلو کبابی حسن آقا رو که همسایتونه دزدی نکن، اون بنده خدا کارگره بلد نیست سکیورش کنه. شما میگه آقا من اینترنت میخوام چه کار، این حسن آقا اینجا هم نوشته کبابی حسن ما هم استفاده میکنیم، نکنید این کار، در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ قشنگ مثل یک انسان شریف یه اینترنت درست حسابی بخرید، ازشون سوال کنید چند مگابیت دانلود دارین، چند مگابیت اپلود دارین، پینگتون چقدر؟ پینگ خیلی مهمه، پینگ سرعت اون چیزیه که اینا برای شما میفرسن شما برای اینا میفرسین، همون پینگ پونگ یادتون باشه، اینا همیشه دارن با همدیگه ارتباط دارن. من برعکس تمام کسایی که جوک میگن وای 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 اگه ماشین بدون راننده بیاد چطور میشه، من بهتون قول میدم ماشینای بدون راننده، بعضیا میگن سلف درایور، بعضیا میگن درایورلس، هر چی میخوای اسمش بذار، من دارم به فارسی میگم، ماشینای بدون درایور بدون راننده خودش راننده میکنه، من قولتون میدم بهتر از من و شما باشه، چون اونا با هم کامیونیکیت میکنن، با هم گفتار گفت و شنود میکنن، حالا ممکنه سر صدا نکنن، بوق نزنن، احتمالا یه چیزی که از بین میره بوقه، مگر اینکه اون بوقو بذاره برای آدمایی که میپرن جلوش. ولی شما الان داری رانندگی میکنی نمیدونی این جلویی الان کافی میریزه رو خشتکش، میزنه ترمز، الان خوابش میبره از جاده میره بیرون، داره نقشه میخونه، یه دفعه میفهمه اینجا باید بپیچه دور میزنه، تصادف میکنه. این اتفاقا نمیفته تو ماجرای ماشین و اینا. و این پینگ پونگ که دارم میگم الان سرعت میگن به حدی میره بالا، این بهش میگن 5G. برید بخونید راجع به 5G که زمان دانلود، اون وقتا یادتونه شما یه ویدیو میخواستی نگاه کنی، ویدیو یه دقیقه، اون بدبختی که میخواست اینو بفرسته جونش بالا میمد، شما هم که میخواستی نگاه کنی جونت تموم میشد تا اینو ببینی. الان صبح تا شب شما ببین چند تا ویدیو برات میاد، یه دکمه میزنی ویش میاد، یه دکمه میزنی ویش میره. اینا این همون سرعتایی که تلفنتون این گوشه حالا یا سمت چپ بالا یا سمت راست بالا مینویسه، مثلا LTE مینویسه 4G 3G 2 و 1، مثل که 2 و 1 X مینویسه بغلش، الان داره تبلیغ میکنه و هر کدومشون تبلیغ میکنه میگه سیستم ما 5G capability، یعنی توانایی این قبول این سیستم رو داره. خب مبارک شماها باشه، ما که هنوز توی تلفن i6 اینم از صدقه سر بچه‌ها، توی مدت پیش از این تلفن‌های اینجوری داشتم، هنوز اونجاست که پسرم به شوخی میگه بابا هر وقت کسی زنگ میزنه میخوای جواب بدی لطفاً برو از این رستوران یا از این محل بیرون، کسی نبینه که تو با این تلفن‌های کتابی اینجوری ما نشستیم اینجا. گفتیم باش. بله، میگه در برلین خارج از منزل احتیاج به اینترنت نداری، چون در مراکز شهر و داخل همه متروها اینترنت داری. بله، من توی فرانکفورت هم که بودم و توی مونیخ هم که بودم دیدم توی این قطارا یا چیز بود، اینترنت هاشون هم قوی و خوب بود. یه چیزی بهتون بگم دوستان، دوستانی که مثل ترامپ ممکنه خدایی نکرده یه کمی عقلشون کم باشه، دانششون کم باشه و فکر کنن آمریکا از لحاظ تکنولوژی بهترین بالاترینه، نخه همچین نیست. شما میدونید چند سال پیش کشورهای دیگه شروع کردن با تلفن پول پارکینگی میدادن، با تلفن موزیک گوش میدادن، با تلفن چیزا، حالا تازه اینجا یکی 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 داره میاد، اینم همون لنگ لنگان، حالا تا برسیم به اونا چی میشه. در اصل بله، ممنون و متشکرم. آخرین باری که برلین بودم اینترنت نبود تو همه جا، که من یادمه نزدیک اون زو و اینها رفتم توی یکی از این فروشگاه‌های ورزشی،
نشستم و از تو اون فروشگاه ورزشی از اینترنتشون استفاده کردم تا زنگ بزنم به یکی از دوست، نه زنگ بزنم، تکست و اینا بفرستم به یکی از دوستانمون، چون اون موقع هم مثل الان انقدر اینجوری نبود که شما از هواپیما پیاده میشی سیم کارت فروشی اونجا نشسته سیم کارت بهت بفروشه. خب این هم not now، پیام آقای خسرو بهرامی. سلام عرض کردم آقای صوبی، بهرامی هستم از نیویورک زنگ میزنم. خیلی ممنون از روز چهارشنبه برنامه‌تون. خبری که میخواستم بگم، شما راجع به آقای زعی صحبت کردیم، روز دوشنبه گذشته ایشون رفت روسیه و قرار شد نفت ایران از دریای مازندران اجازه گرفتن از پوتین و وزیر امور خارجه به یه شرط. روسیه به اینا کشتی اجاره میده، ملوان خودشون بذارن، نفت ایران رو از دریای مازندران میتونن عبور بدن به دریای سرخ و دلالای نفتی هم که میدونین یونانی و ارمنی و لبنانی هستن، نفت رو رو آب میفروشن. بیقرار شد که از خلیج فارس نبرن نفت ایران، چون الان چهار کشور که میدونین انگلیس و آمریکا و استرالیا و اسرائیل هم در خلیج فارس هستن. و خبر دیگه هم که راجع به اعدامای ایران بود که در ماه گذشته 40 نفر اعدام کردن که به سال بخوای حساب کنی چین رقم اول رو داره 1000 نفر، ایران رقم دوم رو داره 253 نفر، عراق 52 نفر، عربستان سعودی 149 نفر. و خبر خیلی مهمی هم که شما در برنامه‌تون عنوان کردین، ایران این مردا چرا غیرت ندارن که خانوما ندارن برن ورزشگاه. سازمان فدراسیون فوتبال بین‌المللی هم به ایران اخطار داده تا آخر شهریور ما اگر اجازه ندن خانوما وارد استادیوم بشن ایران از فدراسیون جهانی بیرون میکنن. خدا کنه که اینجوری بشه، بلکه غیرت مردا به ریش بیاد یه چیزی بشه. و ضمن یه چیزی خبری هم که میخواستم بگم، امروز نیویورک تایمز روز پنجشنبه باز اشاره‌گری کرده که نتانیاهو در سال 2012 میخواسته به نیروگاه اتمی ایران حمله کنه و میدونین که این کشتی های زیردریایی که اسرائیل خریده از آلمان، اون سهام این شرکت 40% مال ایرانه و کمپانی مرسدس 30% مال ایرانه، سازمان انرژی اتمی فرانسه 30% مال ایرانه سهامش. و این خبری بود که میتونستم عنوان کنم. و امروز هم وزیر ویژه خاورمیانه مال ترامپ هم امروز استعفا کرد. اون جاسوسای مجاهدین و با سلطنت طلبا هم که دوست دارن ترامپ حمله کنه، خب امروز برن شروع کنن. وزارت امور خارجه روز چهارشنبه اعلام کرده 15 میلیون دلار میدن کسی جاسوسی کنه ایران چجوری نفتاشو میفروشه. خب 3 دقیقه ایشون لطف کرده صحبت کرده. یکی این آقای نتانیاهو به نظر میرسه روزای آخر حکومتشه. دیروز هم اینجا گندش بالا اومد که اومدن نزدیک کاخ سفید داشتن روی یک سیستم تلفن و سیستمایی، میدونید اینجا هر از چند جا که میری یک سیستمی هست آنتن رو روی این اجاره میدن و هر کسی میاد به اصطلاح وصل میکنه، دیدن آقای اسرائیل آمده جاسوسی میکنه از سیستم آمریکا. آمریکا هم اینا رو گرفته و پیدا کرده و این رصد یا شنودها اینا. بعد نتانیاهو گفته نه ما که نمیایم روی اینا چیز کنیم. گفتم حالا اگه روحانی بیاد توی یونایتد نیشن با ترامپ چیز کنه، باید بهش بگی ببین این اسرائیلیا آقا خودشون به خودشون هم خوب نیستن، این شاه بیچاره رو این اسرائیلیا انداختن. حالا بعضی ها میگن روسیه بعضی ها، ولی اصلش برید از اون روزی که شاه نفت داد به اون مرده کی بود بهش میگفتن انتر سادات، بیچاره انور سادات، ببینید چجوری اسرائیل با شاه دشمن شد. اونایی که شیراز هستن ماجرای رجب علی صراف وقتی دولت گرفتش گفت آقا تو نمیتونی این پولا رو هی بفرستی اینجوری اسرائیل و فلان اینا، اونام یادتون باشه. در اصل این از این
این آماری که آقای خسرو بهرامی میده راجع به اعدام و اینها، بعضی وقتا اون فاکتور یا به قول اینها فاکتور جمعیت رو هم باید در نظر بگیری که چین این چند میلیون چند میلیارد جمعیت داره، اینقدر میکشه، عربستان سعودی چقدر میکشه، ایران چقدر میکشه، نمیدونم این آمارها اون فاکتور رو در نظر گرفتن یا فقط شاخص همون اسم هست و تعداد اینها. من اینجوری باور دارم اگه یک نفر را هم اعدام کرده باشن، به قول اینها میگن یک نفر تو مچ، یکی خیلی زیاده. این که شاه با افتخار میگفت ما خیلی آدم نکشتیم یا آخوندها میگن ما خیلی آدم نکشتیم، باید ازشون بپرسن آقا شما همون یه نفر قبول داری کشتی؟ چرا کشتی؟ اگه گفت قانون ما میگه، باید بگه خب بیا ببینیم اگه میگه قانون بریم دادگاه و اینها باید باشه، نه اینجوری که مردم بچه هاشون زندان بودن، زندان 5-6 سال فلان، اینها رو کشیدین بیرون برای که مجاهدین حمله کردن. این مجاهدین چه کردن واقعا؟ خاک بر سرش. گفتم بهتون فیلاوی را افتاده، دیگه بهش نمیگم آقای فیلاوی چون اون آقا بودن خودش از دست داد. فیلاوی را افتاده تو شهر، مردم رو جمع میکنه که بیان با اتوبوس بریم نیویورک یا نمیدونم از جاهای دیگه بیان نیویورک تظاهرات. آقا این همه رفتید به کجا رسیدید؟ دلخوش بودید که تحریم شد، تحریم که الان خود ترامپ میخواد پول بده به ایران، پولای نمیدونم بانکای مختلف رو آزاد کنه. به قول این دوستمون، البته ایشون اشتباهی گفت وزیر امور خارجه، جان بولتون وزیر امور خارجه نبود، وزیر امور خارجه اون آقای پمپئو است، پمپئو به قول شیرازی ها. جان بولتون نشنال سکیوریتی ادوایزر بود و این سومیش هم هست. اولیش اون مرده بود فلین که اوباما به این گفته بود آقا اینو استخدام نکن. این اوباما اگه بیاد به این احمق الان بگه آقا روزه، ای میگه شبه، از بس متنفر از این سیاه. حالا تازه اوباما 50% سیاه، تازه اوباما با کارای ننگی که انجام داده از سفید پوستا بدتر انجام داد. 3 میلیون نفر اوباما دیپورت کرد ولی صداش در نیامد، با پنبه سر برید. ولی این احمق ببینید چه کار کرده. داشتیم میگفتیم که ایشون چون دوباره رسیده به زمان انتخابات، دوباره همون دروغای 4 سال قبل رو حالا با یک رنگ و با یک بو و با یک شکل دیگه داره به مردم غالب میکنه. تکسمو نشون میدم، ورقهای مالیاتیمو نشون میدم، حالا میاد میگه من ورقهای بانکیمو نشون میدم که ببینید من چقدر پول دارم. شما ببینید چه احمقایی میرن دنبال این که طرف میگه من بی پولم به خاطر زور و ظلم دولت، ولی از خودش نمیپرسه این ظلم و زور دولت چه کسایی رو پولدار کرده. به قول ترامپ، خود ترامپ سوء استفاده کرده یا استفاده کرده از این لوپ هول، از این نمیدونم چی بگیم، کلکای مالیاتی و پولدار شده. ولی اصل ماجرا اینه که این پولدار هم نیست، این از بس آدم دروغگو و از بس آدم بی صلاحیت و بی مدیریتی هست، این مدبرم نیست، این پولی هم که از باباش گرفته با کلاشی هی مجبور بوده به باباش نشون بده دارم سو، همش این بوده. یه چیز تو ایران میگفتن کلای اینو بگیر به سر اون، اینجا میگن برو نمیدونم پیتر رو راب کن پول پالو بده. پیتر و پال دو نفرن دیگه. و اینجا هست، این یه سیستمیه که اون مداف مال همین نیویورک میلیاردها دلار پول دوستان و فامیل و اقوام و همدیناش و اینا رو کشید بالا به حدی که پسرش خودکشی کرد. اصلا اینا اینقدر دروغگو و شارلاتان هم که نزدیکترین افرادشون هم با خبر نمیشه. بله، میگه خیر این آمارها تعداد جمعیت را حساب نمی کنن، فقط تعداد اعدامیان حساب میشه. خیلی ممنون، ولی با همه اینها همین هم زیاده. و حالا که داریم حساب میکنیم کی کجا نفر چندمه، یه ایمیلی من برام اومده که میگه، اجازه بدید، میگه دهمین، ده تا لیست بذارید، ده تا لیست از چیزا رو سازمانهای اطلاعاتی دنیا رو
گفته و ایران هم جز بشونه. حالا بذارید من اینو براتون پیداش کنم بخونم. بله، میگه فیلم و خبر فرستادن مردم به دولت متخاصم جرم است، اما فرستادن آقازاده ها به دولت متخاصم ثواب. خانم معصومه علی نژاد، مسیح علی نژاد عزیز من، شما این همه برنامه های آزادی یواشکی دادن خیلی قایم، پول گرفتن خیلی زیاد، اینا رو درست کردی، به کجا رسیدی جز این جوونا رو بدی دست این آخوندا که برن تجاوز بهشون بشه، برن زندان، بعدم بیان بیچاره ها خودسوزی و خودکشی و فلان اینا. نکنید این کارو. والا برای ما 3000 دلار، 10000 دلار، 20000 دلار، نمیدونم به شما چند میدن. من که به اون دوست احمق جوانمون آقای ایتالیایی گفتم آقا خب شما میگی نکن، اینا روزی 1000 دلار به من میدن. این ماهی 30000 دلار رو من نگیرم از اینا، شما حاضری به من ماهی 30 دلار بدی؟ رفت قفه خون گرفت. باورتون میشه؟ گفتم آقا شما ماهی 30 دلار به تلویزیون مردم بده، روزی یک خبر داغ بفرست که بابای بابای این پدر پدر آخوندها رو در بیاری. رفت. لابد یه دوست دختر جدید گیرش اومده، باز مشغوله. خب این هم خانم مسیح علی نژاد، دارم دنبال اون خبر. آهان، تاپ 10 سپای ایجنسی، به اینا آژانس خبری هم میگن، یا اینجا همون ایجنسی. و استرالیا دهمینش هست. من از اینجا براتون بیارم کپچر، بله سلکت، از اینجا میارم تا اینجا. میبینید؟ نه هنوز نمیبینید، حالا باید ببینید. نوشته این 10 تا به اصطلاح سازمان امنیت دنیا مثل CIA اینا به ترتیب از آخر داره میگه. دهمینش هست استرالیا، Secret Intelligence Service. خب بعدش میگه که پاکستان، باورتون میشه این چرکستان دومین به اصطلاح نهمین، ببخشید اشتباه گفتم، نهمین سرویس خبری اطلاعاتی دنیا رو داره، بهش میگن Inter Services Intelligence ISI پاکستان. هشتمین، رده هشتم رو به اصطلاح هشتمین رو این Directorate General for External Security فرانسه داره، بهش میگن DGSE. و بله BND جرمنی، بوندس نخریشتن دینست، چی میخونیم بخونیم ببینیم، باید یادمون رفتا. آلمانی زبان بسیار خوبی بود برای که هر چی مینویسن میخونن، هر چی میگن مینویسن، یعنی هر چی مینویسن میخونن، هر چی میگن مینویسن، برعکس زبان انگلیسی که یه چیزایش اصلا تلفظ نمیکنن، جی اچ میگه اصلا خونده نمیشه، پی اچ میگه نمیدونم صدای اولش پی میگه نمیخونتش، کی میذاره اول بعضی چیزا نمیخونه و الی آخر. پس شد سازمان اطلاعاتی بی ان دی جرمنی در لیست شماره هفتمه. میگه ایندیا، این دوستان گودگودیای خودمون، ریسرچ اند انالیسیس وینگ ایندیا، اینم مقام ششم رو داره در دنیا. و به 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 باد آمد و بوی ان برآمد، یا بوی ان برآمد. بله ردیف پنجم، سربازان گمنام امام زمان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، The Ministry of Intelligence of the Islamic Republic of Iran. خب حالا این شما داشته باشید. امروز ما اینو که فرستادیم، آقای چمنارا یه چیزی نوشت، گفت آقا شاه هم ساواک داشت و هر کی میگفت دماغ شاه بزرگه میگرفتنش. گفتم آقا جون ساواک شاه، ببین شما همیشه داری میگی ارتش شاه،
شاه کم سواد و نادان بود. خب ساواکش هم ساواک قاچاق چی میگن چاپلوس و نادان و یه مش آدم این احمد فراستیه چی چی دیوانه، هنوز تا هنوز هم که میاد این فکر میکنه خیلی خدمت کرده به ایران، بچه های مردم رو شکنجه داده، ناخوناشونی کشیده. خب یه سری احمقتر از اونم افتاده. آخوندا شالاتان و زیرک، زیرک برای آدم های خوب میگن نه؟ آخه بدبختی ها، فارسی اگه به یکی گفتی زرنگه بده، اگه گفتی زیرکه یعنی پدر سوختن. من نمیفهمم. در هر صورت اینا آدم های پدر سوخته هستن، اینا جوکایی ساختن. آقای چمنارا به شیطون میگن شما چی کار میکنی توی هفته؟ میگه دو روز من میرم انگلستان پدر سوختگی به اونا یاد میدم، دو روز میرن آمریکا پدر سوختگی به اینا یاد میدم. میگن سه روز دیگر رو چی کار میکنی؟ میگه من میرم توی حوزه های ایران پدر سوختگی یاد میگیرم. خب حالا موفق باشید. آقای چمنارا میگه من با قانون اساسی پیروز میشم. بله. این دوستمون میگه حالا که بولتون رفت و ترامپ is giving ایران 150 نمیدونم چی چی ترالیون دل بلیون، do you think they meet this month in New York؟ والا صحبتش هست، ولی اینا هم مثل اینایی که پیشگویی هوا میکنن، شما هیچ وقت نه یا بگو من فردا چتر نمیبرم چون این هواشناسه گفته فردا هوا آفتابیه. آقا همیشه چترت باهات باشه، یه دوتا لباس نازک ببر سردت شد رو هم بپوشید. شما نمیدونید ما تو این شغلی که داشتیم چقدر پول ضرر پیشگویی هوای غلط رو دادیم. میگو آقا فردا باران تمام روز، ما به این راننده ها میگفتیم برید خونتون فردا کار نیست، بلند میشدیم از صبح آفتاب میرفتیم هیوای میسادیم، حالا بارون میاد، حالا بارون میاد، حالا بارون میاد، تا از هیچ بارونی نمیاد. فوش میدادیم میمدیم خونه دوباره مینشستیم اخبار گوش میدادیم، میگفت فردا آفتابی. به راننده ها زنگ میزدیم میگفتیم بیاین، برایشون شغل میدادیم، برین شما اینجا برین اونجا، فردا از سحر شروع شد بارون. اینم همینه. میدونید تا حالا چند بار قرار بوده ایران از زمان خاتمی و کلینتون، از زمان اوباما و نمیدونم فلان اینا با هم دیدار داشته باشن؟ اول به صورت شایعه، اون نمیدونم عمان میاد صحبت میکنه، اون یکی میاد پیش چی میگن وساطت میکنه، نشده. در اصل برگردیم به این لیست ده تایی که پنجمینش صحبتش هست. آقای کوروش صلاحی، ما برای یه آقای صلاحی هم کار میکردیم، مهندس برق بود و ما اون موقع دانشجوی برق بودیم و این چقدر آدم با فکری بود. اون موقع که ما اصلا ایران هنوز این چیزها رو بلد نبودیم، این میومد اونجا به عنوان انترن از ما استفاده میکرد، میبرد کار میکردیم. اون شرکت کاشی حافظ، کاشی سعدی اینا رو، سیمکشی ها و تابلوهای ایتالیاییش و اینا رو ما وز کردیم. آقای صلاحی، نمیدونم شما با ایشون آشنا هستی یا نه، به احتمال زیاد الان ایشون باید بالای 70 خورده، نزدیک 80 سالش باشه، چون موقعی که ما یه جوان 22 ساله‌ای بودیم ایشون 40 رو 40 45 رو به خوبی داشت. اینم از این. خب ببینیم که بعدیش چیه. بعدیش چینه. Ministry of State Security China. و سومیش M16 دوستان دایجان ناپلئون انگلیسی ها هستن، Secret Intelligence Service SIS که بهش میگن M16 Secret Intelligence Service. و دومین در دنیا برادران یهودی هستن، اسرائیلی ها، و این شمعشون هم میبینید. و جالبه که این شمعشون اینجا 7 پایه داره، در صورتی که 9 تا باید داشته باشه، 4 تا این ور 4 تا این ور. و این ماجرای شمع، اون داستان مسخره، یه شمعی روشن کردن، روغن هم نداشت، ولی این شمع به جای یه شب 9 تا جا آورد. اینم مثل اون داستان مسخره جیزز رو خوابوندن اینجا و از جیزز زنده شد بلند شد رفت. عجب مردکه دیوانه‌ای بوده. خب حالا که بلند شدی آمدی میمدی قیام میکردی، الان اصلا داستان ها مسخره، حتی داستان خوبم نیست،
حالا بابا این طرف بنده خدا آقای فردوسی این داستان رستم و سهراب گفته بلد بوده چجوری سرهمش کنه، و اولینش Central Intelligence Agency CIA USA، همین بین خونه ما و واشنگتن که میریم CIA هست. دوستان عزیز اجازه بدید بریم سراغ آقای لادن و از دانش ایشون استفاده کنیم، تماس بگیریم با سکایپ. امیدوارم صدا و تصویر خوب باشه. امروز صبح ما یه اشکال جزئی اینجا پیش اومد و وقتی کامپیوتر و اینا رو خاموش روشن کردیم و اینترنت و اینا، دوستان اینترنت مودم راوتر اینا رو هفته یه بار حداقل، اگه میتونید روزی یه بار واقعا تمیز کنید، خاموش کنید، روشن کنید، تا اینا میگن کلادر، یعنی این مثل پیچ خورده باشه و اینا، ایناش باز بشه، تر تمیز بشه. آقای لادن اینجا هستن روی اسکایپ، ببینیم هستند یا نیستند و تماس بگیریم با ایشون. بله ارتباط برقرار شد، تصویر هم وصل، یک کمی نور امروز ایشون کمه، شاید اونجا هم هوا ابریه مثل اینجا، ولی اب نداره. ببینیم حالا، بذاری من صدای شما رو هنوز باز نکردم، حالا شاید این پیرن خوشگلی که پوشیدید اینجوریه، رنگش تیره هست، ولی اوکی. دوستان عزیز اجازه بدید من تصویر آقای لادن رو بیارم توی کامرای شماره 2 و اینجا شماره 10. و دوستان عزیز سلام میکنم به آقای امیر حسین لادن، بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. همونجوری که در برنامه به شما گفتم که ایشون یک نوشته جدیدی درباره این دختر خانمی که در ایران خودسوزی کردن نوشتن، و من هم برای ایشون نوشتم که ما تا حالا بارها شنیدیم و خوندیم که اینها اینجور و اونجور. حالا شما در حین برنامه هم میتونید صحبت کنید. و یه موضوع دیگه هم که چون خیلی مهمه از ایشون میپرسیم، مسئله این استعفا یا اخراج جان بولتون، این دیوانه جنگجو. آخه وقتی هم میگیم جنگجو یعنی خودشون اهل جنگن، باید یک کلمه دیگه پیدا کنیم. آمریکایی ها میگن وارمونگر، یعنی کسایی که جنگ را میندازن. آقای لادن این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هست. سپاس کنم. درود بر شما جمع سروی، بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم و بر همیهنانمون. عنوان گفتگوی امروز یا عنوان اون نوشتاری که دو روز پیش منتشر کردن، با خودسوزی سحر خدایاری دختر آبی، آخرین برگ نجات رژیم اسلامی نیز با آتش کشیده شد. امروز هممون با این فاجعه، با فاجعه مرگ سحر آشنا هستیم. این خودسوزی اعتراضی بود به نابرابری و بی‌عدالتی در جمهوری اسلامی. برای آگاهی هممیهنانمون، این اولین بار نیستش که یک خودسوزی میکنه شخصی در مبارزه در مقابله با جمهوری اسلامی. برای مثال هما دارابی، هما دارابی در سن 20 سالگی وارد دانشگاه پزشکی تهران میشه، برای ادامه تحصیل به آمریکا میاد و درجه پزشکی رو میگیره. در ایالات نیوجرسی، نیویورک و کالیفرنیا مدتی تبابت میکنه. در حدود 4 سال پیش از انقلاب برمیگرده به میهنش ایران و چند سال بعد از انقلاب، در زمانی که داشته در دانشگاه تدریس میکرده و مطب داشته، به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراجش میکنن و مطبش هم میبندن. ایشون در اسفند 1372، یعنی در حدود 25-6 سال پیش،
در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی میکنه. میخواستم یه نمونه دیگری از این ماجرای اسف انگیز رو باهاتون مرور کرده باشم. ببین، رژیم ملاها از آغاز با ایران و ایرانی در ستیز بود. بنای جمهوری اسلامی بر پایه انکار حقوق طبیعی انسان و تبعیض بین زن و مرد و بین ادیان و مذاهب بوده. و اما احساسات و موج همدردی هممیهنانمون در مورد خودسوزی سحر، در ضمنی که درست و بجا و مورد تقدیره و نمودار مهر و صفای هممیهنانمون مردممونه، کافی نیست. باید آماده باشیم که گام بعدی رو برداریم، یعنی این احساسات و همدردیمون رو وارد مرحله عمل کنیم. برای مثال بد نیست که یه چیزی رو با هم مرور کنیم. این اتفاقی که مرتب تازگی در آمریکا میفته که یک شهروند دیوانه آمریکایی، یک آدمی که مشکل روانی داره یا اینکه یک گمراه نجات پرسته و یا مذهبی خله، ادهی رو میبنده به مسلسل. از اطراف اکناف آمریکا مردم ابراز همدردی میکنن، میگن ما داریم برای شما دعا میکنیم و یه دم گل میبرن، گل میفرسن. برخی از خانواده های این اشخاصی که کشته میشدن تازگی ها میگن که ما نیاز به همدردی و دعای شما نداریم، اگر اینا واقعیه یک کاری بکنیم که جلوگیری کنه از این فاجعه، از ادامه این کشتار. این چالشیه که ما ایرانی ها امروز با اون روبرو هستیم. من یه پیشنهادی کردم در این نوشتار، میخواستم این 1, 2, 3, 4 این پیشنهاد رو براتون بگم. پیشنهاد کردم که مزارد هم روز مسابقه بعدی حزب استقلال، علتی که به سحر میگن دختر آبی برای این که طرفدار استقلال بود و استقلال تیمیه که آبی پوشه، پیشنهاد من این بوده که روز مسابقه بعدی تیم استقلال به احترام اعتراضات سحر اون روز رو نامگذاری کنیم روز سحر. دوم، ایرانیانی که از مرگ سحر ابراز تأثر کردن و هممیهنانی که به عدالت و آزادی و برابری باور دارن، اون روز از شرکت، از حضور در ورزشگاه امتنان کنن. یک چیز کوچیکیه ولی میتونه یک بازده بزرگی داشته باشه. من اینجا اشاره کردم که مردان راستین ایرانی باید از حقوق خواهران و مادران و همسران و دخترانشون دفاع کنن. باید عملا نشون بدن که برابری فقط شعار و حرف نیست، ارزش و اهمیت داره و اینا آمادن که حرکت کنن، وارد عمل بشن و احیانا هزینه بپردازن. بعد خواهش کردم از اون کسانی که ابراز همدردی کرده بودن، یعنی شخصیت هایی که شناخته شدن، از اونا خواستم که بیان گام بعدی رو بردارن و جوانان و مردم رو تشویق کنن که این عمل رو در اون روز انجام بدن. برای مثال میخوام چند تا نام رو اینجا ذکر کنم. آقای علی کریمی، بازیگر ملی، از مدافعان حضور زنان در ورزشگاه. آقای آندرانیک تیموریان، کاپیتان سابق تیم ملی که یک شخصیت عدالت خواه. آقای فرهاد مجیدی، بازیکن و از مربیان تیم استقلال که یک جمله جالبی نوشته در توییتر خودش: سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهد داشت. و همینطور از تمام بازیکنان تیم استقلال خواستم که در این موضوع شرکت کنند. و اما بانو پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، که در شبکه اجتماعی خودش نوشته او تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود. و اما جناب جعفر پناهی که فیلمساز هستن
یک فیلم موفقی ساختن درباره ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و نام اون فیلم بود آفساید. از ایشون خواستم که در حد تواناییش چون داره از سحر حمایت پشتیبانی میکنه که بیا تشویق کن که دیگران در این روز شرکت کنن. یعنی باید وجدان پاک ایرانی بیدار بشه، به غیرت مردان ایرانی بر بخوره و نگذارن که حق و حقوق نیمی از جمعیت میهنمون یعنی زنان دستخوش بی‌عدالتی بشه. پیشنهاد کردم که در ضمن اون کسانی که بلیط و پیش خرید کردن برای اون روز جلوی دوربین، به ویژه دوربین هایی که در تلفن همراهشون دارن، این بلیط اون روز رو بسوزنن و اینو با دیگران به اشتراک بگذارن. یعنی نشون بدن که یه فداکاری کردن، یه نفر حاضر شده جون خودش رو فدا کنه، دیگه چند تا بلیط سوزوندن فکر کنن خواهش بزرگی نباید باشه. و اما اونایی که در این حرکت شرکت میکنن دو تا کار جنبی هم انجام دادن. یکی این که به دیگر هم میهنانمون قوت قلب میدن و امیدواری میدن، یکی هم که در انظار جامعه بین المللی نشون میدن که ایرانی ها بیدارن، آگاهن و حاضرن که برای باورشون گام بردارن. یعنی درست برعکس اون چیزی که اون ادعای ملاها که ما رو امت میدونن، یعنی حقیر و صغیر میدونن، ما با این کارمون نشون میدیم نه، ما خوب و بد تشخیص میدیم، به ارزش‌های اخلاقی باور داریم و میدونیم که چی میخوایم و حاضریم و شهامت داریم که برای به دست آوردن خواسته هامون عمل کنیم، حرکت کنیم. یعنی اینجا منظورم از این حرفا اینه که بدونیم که بابا ایران خونه ماست، این ما صاحبان اصلی این آب و خاک هستیم و باید مثل یه صابخونه آدم از خانه و کاشانش باید نگهبانی و نگهداری کنه. باید اجازه ندیم که حقوق طبیعی و انسانی و شهروندیمون رو غصب کنن، پایمال کنن و زیر پا بگذارن. زندگی کردن یعنی اراده و انتخاب آزاد، یعنی زندگی بدون آقا بالا سر و سرخر، وگرنه زندگی کردن بدون آزادی و برابری زیستنه، زنده بودنه، یا به قول شاعر آزادی خواه فرخی یزدی مردن تدریجیه. یه شعری داره که میگه که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. نه. اما این شعر آقای لادن، این شعر روی قبر پدر من نوشته شده، باورتون بشه. بله داداش من این نوشته. ببخشید که من حرفتون قطع کردم، چون آقای ابهری از کالیفرنیا تماس گرفتن، خانم دکتر جیلانی از فرانسه تماس گرفتن. اجازه بدید چون این دوستان احترام میذارن، برنامه شما رو میبینن، ما هم احترام مقابل هم سلام کنیم، تشکر کنیم که با ما هستن. هم خانم جیلانی نوشتن، خانم دارابی یادشان بخیر، از نزدیکان پروانه فروهر بودن. دارابی ها یه مقداری به اصطلاح نزدیک استان فارس و اینام هستن، من خیلی هاشون رو میشناسم. و آقای ابهری که دفعات قبلم از شما ایرادی گرفته بودن ولی نمیدونم با شما تماس گرفتن یا نه، چون دوستان دوست دارن همون موقع مثل نون داغ بیان بگیرن و برن، حوصله این که بعدن تماس بگیرن بعدن بنویسن اینا رو ندارن. ایشون نوشته که روز سحر، روز ندا، تلویزیون ندا، پیداست باز آقای لادن تحقیق نکردن و حرف میزنن. تو گویی که فوتبالیست ها و نمایندگان مجلس هم بشر نیستن، یا موجی که بیاد اونا رو نمیبره. چرا ایشون نمیدونه که ذات بشر دنبال رو است؟ اینو به صورت سوالی نوشتم. باشه، من دفعه دیگه مسابقه استقلال رو نمیرم چون ایران نیستم. اینو به عنوان طعنه نوشتم.
ولی من یه سوالی از شما دارم آقای لادن. میدونید که الان توی آمریکا افراد دموکراتی که از دموکرات‌ها ایراد میگیرن، بعضیا بهشون میگن آقا اینو نگید، طرف میگه آقا این آقای بایدن فراموشکاره، چیزایی که میگه بی ربطه، به ضرر ما تموم میشه، میگن نه هیچی نگین، فعلا توی جبهه باشین. من یه سوال از شما دارم، نظر شما راجع به این خودسوزی ها چیه؟ چه خودسوزی دکتر دارابی، چه خودسوزی این خانم سحر، چه خودسوزی افراد فریب خورده مجاهدین. من با این کار با شدت مخالفم، به شدت مخالفم، بارها هم گفتم شما با این کارتون کمک میکنید به اون طرف زورگو، کمک میکنید به اون طرف مقابل. شما چند تا نکته رو گفتید که خیلی قشنگ بود، با اینا من کاملا موافقم، همون چیزی که خانواده‌های آمریکایی هم اینجا بهش رسیدن، هی میاد رئیس جمهور میگه قلبمون رو نمیدونم، شما در قلب ما هستین، ما براتون امشب دعا میکنیم. گفتن آقا ما نه قلب شما رو میخوان نه دعای شما رو میخوان، یک کاری انجام بدید. این چیزایی که شما دارید میگید اینه که یک کاری انجام بدید. البته بعد سوال پیش میاد که آیا افرادی که این برنامه رو میبینن، یا ما اصلا بیننده‌ای کسی چیزی داریم در ایران که اگه کسی چیزی میگه گوش کنن، یا اونا همه خوشن و دنبال کلا سر هم گذاشتن، و یا از طرفی کل دنبال تماشای برنامه‌های ترکی و اینها هستن. این که ما احساس ترحم شما و گل شما و اینا رو احتیاج نداریم، بیان با هم کاری انجام بدیم. و همین ماجرای فوتبال رو من بارها قبل از اینکه کسی خودش رو با آتش کشیده باشه گفتم، اگر مردا غیرت داشتن، که اگه برنامه رو بعدن نگاه کنید آقای خسرو برنامه وقتی پیام گذاشته گفته همون جوری که شما میگید که اینایی که میرن غیرت ندارن. آقای لادن، انقلاب شد، ایرانی ها گفتن که فلسطینی ها آمدن در میدون ژاله، میگم آقا این سرهنگ سرشار اینا فدوی شاه هستن، خودش اومده تو تلویزیون میگه ما جزو شهربانی بودیم، شاه و سیستمش اشتباه کرد که نیروی مشترک شهربانی و ارتش درست کرد و اون ماجرای میدون ژاله و نمیدونم هفت شهریور و فلان اینا همش از این نشأت گرفته بود. حالا شما میگید فلسطینی، من فرض میکنم شما درست میگید، شما رو نمیگم، اون دوستمون که نوشته بود، آقا چند نفر فلسطینی در میدون ژاله بودن؟ چرا این سیستم ساواک، چرا ارتش پنجم دنیا نباید با 100 نفر شورشی فلسطینی بتونه مبارزه کنه؟ البته خب بعدش میدونیم فوش خار مادر هست که از در و دیوار میاد. من میگم آقا این مردم 100,000 نفر فقط تو تهران میرن مسابقه رو میبینن، بلیتا بازار سیاه میشه. خب اینا از کی هستن؟ از کدوم خانواده هستن؟ خواهر ندارن؟ مادر ندارن؟ دختر ندارن؟ همسر ندارن؟ خب اینا بیغیرتن. اون وقت شما از بیغیرت ها میخواین که این هفته بیان اسم این روز مسابقه رو بذارن به اسم سحر؟ خب امیدوارم که غیرت به هم زده باشن این کار رو انجام بدن، امیدوارم غیرت مضاعف به هم زده باشن بلیتاشون هم بسوزونن. اینجا یه فوتبالیستی بازی بد میکنه، طرف میاد جرزی و کفش و نمیدونم اینا همه رو میاره تو حیات ماشینش آتیش میزنه. همه میدونن که خب این داره پول خودش رو از بین میبره، ولی میدونن که داره یک اثری هم میذاره، یه تبلیغ منفی برای اون میکنه. ببخشید که من صحبت کردم، ساکت میشم، شما بفرمایید. نه صحبتاتون کاملا به جا درسته، برفض اینقدر گسترده است که من نمیدونم کدوم بخششو بگیرم و برم جلو، ولی سعی میکنم چند تاشو بهش اشاره کنم و پاسخ بدم. اون صحبت هایی که اون دوستتون کردن به نظر من پاسخی نیاز نداره، زیاد عدید من هم خاطجم هم که ایشون گفته هاشون ارزشمنده، ولی از دید من نیاز به پاسخ نداره. و اما اشاراتی که شما کردین میخوام یکی دو تاشو پاسخ بدم. اون مسئله فلسطینی ها اینا کاملا معذرت میخوام مزخرفه، دروغه در همه موردی. یعنی ما توانایی نداریم بپذیریم قبول کنیم که ما این کاره ایم، که ما اینجوری هستیم، این خود ما ایرانی ها هستیم که این کارا رو میکنیم. ولی من شخصا شاهد
هم با گوشای خودم شنیدم، هم مدتی با اون دو تا سرهنگی که در میدان ژاله حضور داشتن، یکیشون رئیس به گروه تانک میگن زرهی، یکیشون فرمانده تانک بود که در میدان ژاله حضور داشت، یکیشون فرمانده مخابرات. این دوتا در زندان قصر، من زندانی اول انقلاب بودم، این دوتا در یک اتاق کوچولو در زندان قصر با هم زندگی می کردن و من بعدها هم دهن خودشون شنیدم، هم بیرون بعدن حتی در آمریکا شنیدم که این دوتا 40 سال با هم دیگه از زمان دانشجویی دوست بودن. این دو نفر هر دوشون همدیگر رو لو میدن، این همه چیز اونو میگه، اون همه چیز اونو میگه، بعدن هم هر دوشون رو اعدام کردن. یعنی بعدم یک دونه درجه دار یه استوار بود که در اونجا بود، اونم اقرار کرده بود اعدام کردن، و چند تا هم اشخاص با درجات پایین تر مثل گروهبان و غیره. یعنی من شخصا هم از زبان خود این اشخاص شنیدم و هم اونجا بودم دیدم که اینا رو بعدن اعدام کردن. یعنی ایرانی ها ارتش شاهنشاهی حضور داشت در میدان ژاله و اون ماجرا رو انجام داده بود. دوم این که راجع به خودسوزی گفتن، من تحت هیچ شرایطی نه پیشنهاد میکنم نه و امیدوارم که هیچ کسی خودشو به هیچ دلیلی نکشه و نسوزونه. یعنی برای اینکه یه فاجعه است، ما در زنده بودنمون شاید بتونیم بیشتر بگیم، بیشتر انجام بدیم و حرکت کنیم و کمک کنیم، ولی پس از اینکه یک نفر یک چنین حرکتی رو انجام میده که ما در انجامش نه شریک بودیم نه ربطی بهش داشتیم و از این یک چیز مثبتی بیاد بیرون، احترامیه به اون حرکت اون شخص. ببینین این بی ربط هم نیست. کسایی که فکر میکنن هیچ معنی و مفهومی نداره یه کمی دارن اشتباه میکنن، یا من باشون هم نظر نیستم. برای مثال تونس، یک جوان 24 ساله فکر کنم یا لیسانس داشت یا مهندس بود، ایشون چون کار پیدا نمیکرد میوه فروشی و سبز فروشی به صورت یه دونه دست فروش انجام میداد و پلیس وقتی اینو بساطش رو به هم زد و کتکش زد، این خودسوزی کرد و حرکت عظیم ملت تونس آغاز کرد. خب ملت تونس در خودسوزی اون شراکت نداشت، ولی تونس یک ارزش و احترامی برای اون حرکتش به وجود بیاره و اون شد قهرمان ملی. من نمیگم ما باید بریم از این کارا بکنیم، ولی پس از یک کاری انجام شده مثل این کاری که سحر کرده، چه اشکالی داره که بیایم از این برای مقابله با دشمن به احترام حرکت این شخص یک گامی برداریم؟ اشکالی نداره، ولی به نظر من ببینید تو تونس یه بار این اتفاق افتاد، یه سرانجامی داشت، ولی تو ایران الان همین دوستمون نیست رادیو ندا، من یادمه این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی رفتن حتی تمر پستی ندا چاپ کردن و به جای مثلا 45 سنت میفروختن دونه 3 دلار. یعنی میدونم خب شما از این پیشنهادتون یا از این نظری که دادین هیچ سود مالی نمیبرید، ولی میخوام بهتون بگم که اینا شده دیگه یه چیزی که مثل دروغایی که شارلاتان ترامپ میگه ما رو نام کرده بیهس کرده، این برنامه ها هم اینجوری شده و دیگه خسته شدن مردم که این همه اتفاق میفته ولی هیچ کس رسترا حرکت نمی کنه. در صورت از شما ممنونم، بفهمه. ببینیم ما مسئول دروغگویی دیگران، مسئول سوء استفاده دیگران، مسئول کجروی دیگران نیست، نه کنترلی روشون داریم نه چنین توانی داریم، ولی مسئولیت راه و اندیشه و کار خودمونو داریم. من در چارچوب توانایی یه ایرانی که خارج از ایرانه از قلمم استفاده میکنم و از زبانم استفاده میکنم و در یک حرکت هایی شرکت میکنم. برای مثال ما الان بیش از 10 ساله که اندیشکده آگاهی و شناخت داریم و صدها نفر رو
بیدار و آگاه کردیم. حالا این اگر برای بعضی اشخاص ارزش داره یا نداره، من برای اونها این کارو نکردم، برای اون دید و باوری که دارم این کارو کردم. به هر حال یک بخشی هم اینجا چون عنوان دوم این نوشته بوده که آخرین برگ نجات رژیم هم با آتش کشیده شد، در اینجا اشاره کردم به این که هر رژیمی برای بقای خودش نیاز به مردمش داره، ولی حکومتگرای ایرانی از آغاز در ایران مردم رو وسیله قرار دادن و ابزاروار ازشون استفاده کردن. این خودش باعث شده که یه مقداری از کارتشون رو شروع کنن سوزوندن. اینجا وقتی میگیم کارت، یعنی شما یک در رابطتون با همدیگه یک حق و حقوقی دارین و هر چی بیشتر خلاف میکنین، این کارتای حقوق شما هی سوخته میشه و میرسه به جایی که دیگه آخر خطه و امیدمون اینه که الان اینا هم در همون جا هستن. و این داستان استفاده ابزاری کردن در زمان اومدن آروم آروم شخصیت‌های دگراندیش و احزاب و نمیدونم گروه‌ها رو اومدن قلع و قمع کردن، زندانی کردن، کشتن، یعنی سوزوندن این کارت‌ها همینطوری ادامه پیدا کرد. رژیم معتزانشون رو با ضرب و شتم و خشونت از بین میبره. به جای احترام به خواسته های مردم و پاسخ مثبت به نیازهای جامعه، برای سرگرم کردن توده های مردم و برداشتن تمرکز از روی تمام مشکلات روزمره‌ای که دارن، مرتب ترفند میزنه که شما رو ببره به یه جای دیگه. و این چیکار میکنه؟ میاد یه مقداری من اسمش روشم حادثه آفرینی. مثلا از آغاز انقلاب اگه خاطرتون باشه، یکی از مسائل این بود که میخواستن مردم رو به زور ببرن به نماز جماعت، بعد یه عده مرتب به مردم میگفتن که چه شعارهایی بدن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، یعنی زندگی ملت شده بود نماز جماعت و شعار. همینطور جنگ با عراق، اون جنگ رو انقدر ادامه دادن تا بتونن تمام میخای جامعه روحانیت و ولایت مطلق فقیه رو بکوبن و تمام ابزار قدرت و ثروت رو در دست خودشون قبضه کنن. اینجا میبینیم که حکومت نشون داده که نه تنها مردم وسیله هستن و ابزار هستن، بلکه اسلام نیز تنها بهانه است، من نوشتم، برای قصب قدرت و چپاول ثروت. یعنی با استفاده ابزاری از اسلام، اولا میدونین که مردم رو رسوندن به انزجار، هزارها ایرانی دارن میرن ضد اسلام میشن، ضد عرب میشن، ضد آخون میشن، یه دارن دست به دامن مذاهب دیگه میشن، فکر میکنن که حالا یه جای دیگه به یه راهی میره. این یکی از کاراشون اینه، یعنی امکان این که پس از سرنگونی رژیم این روح، این روحانیت هم برای همیشه از زندگی مردم محو بشه وجود داره. یعنی اعمالشون و کردارشون چنین حالتی رو، چنین انزجاری رو در جامعه به وجود آورده. میبخشیم در صورتی که نه پیامبر نه اسلام هیچ کدوم با حجاب هیچ مشکلی نداشتن، دوچرخ سواری و به ورزشگاه هم رفتن اصلا ربطی به دین و مذهب و اسلام نداره، ولی اینا یک حربه‌ایه در دست این حکومتگران مردم ستیز. من یه شعری رو قبلا گفتم که شما فرمودین روی سنگ پدرتونم هست، همین فراخی یزدی میگه جز به آزادی ملت نبود آبادی، آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت. سپاسگزارم.
ممنونم از شما. یه دوستمون که من یادم نیست دقیقا ایشون، فکر کنم از ایران باشن، نوشتن که سحر سوخت و رفت، سحرها زیاد بودند و هستند، ولی فرقی نمیکنه، ما بد مردمی هستیم. تا یه اتفاقی میفته از بس همه به اون اتفاق دامن میزنن و بزرگ میکنن، بقیه چیزها رو فراموش میکنیم. دقیقا به همون سرعتی که پیش میریم به همون سرعت هم ایشون نشته عقب نشینی میکنیم و همه چیز هم فراموش میشه. سحر هم الان بازارش داغ است، چند روز دیگه خیلی راحت فراموش میشه. از ماست که بر ماست، فعلا دکان خبرسازان حسابی داغ شده. خب الان امروز جمعه بوده، احتمالا تو ایران هر هفته جمعه ها بازی دارن، اگر کسی خبری داشته باشه که حتی تیم شما گفتید تیم آبی پرسپولیس هست یا تاج هست، چون من بلد نیستم اینا رو، استقلال اینا رو هیچ وقت دنبال نمی کردم، و ببینیم حتی اون تیم چه کار کرده، اون تیمی که طرفدارش رفته خودش رو به صورت پسر در آورده، رفته تو مثلا استادیوم بعد گرفتنش، این ماجراها، الان این تیم، این بازیکنایی که اینقدر پول میسازن حاضرن بیان یک قدمی بردارن، یک کمکی خدمتی به خانواده این بنده خدا، چون اون رفت دیگه. خیلی هم به نظر من راحت شد که فوت شد، چون من تو برنامه قبلی هم که هنوز ایشون زنده بود گفتم که خب حالا این بنده خدا که با این درد باید تا آخر عمر بسازه، پدر مادرش حالا باید بسوزن تا از این پرستاری کنن. ولی اونایی هم که اینها دوستدارانشون هستن، اونا چه کار میکنن؟ اونا جزء مردم خودشون رو حساب میکنن یا فقط دنبال پول هستن؟ و اونا خودشون بفهم. جناب صوفی، میخوام یه اشاره کنم به این شخصی که گفتین از ایران احیانا میگه. من با گفته ایشون کاملا مشکل دارم، یا ایشون داره درباره خودش صحبت میکنه که وقتی یه چیزی دیگه از داغی گذشت فراموش میکنه، یا دیگه همه چی از کار میفته. ببینیم وقتی که شما حتی اگر آدم مادرش فوت میکنه، فرزندش فوت میکنه، بالاخره در یک زمانی اون میگن خاک باعث میشه که این مسئله سرد بشه، آدم نمیتونه تا آخر عمر که نمیاد ادامه بده با اینکه یه نفر فوت کرد، که خب مسلما برای مدتی همینجوری که اشاره شد یک مسئله است. ولی از این اگر استفاده مثبت بشه، اگه برای آگاهی و بیداری ازش استفاده بشه، همینجور که ما داریم تلاش میکنیم که رژیم رو فاش کنیم، نشون بدیم که ما به صورت ما صاحبان ایران هستیم، حق و حقوقی داریم به صورت یک ایرانی، به صورت یک انسان، اینا همه مثبته. ایشون یا اشخاصی که میان اعتراض میکنن، آیا به این چیزا اعتراض دارن؟ یعنی به آگاهی و بیداری اعتراض دارن، یا به اینکه خودشون فقط اشخاص، به قول یک معلم ریاضی داشتیم مال آذربایجان، گفت شماها مرد حرفین. آیا ایشون مرد حرفه؟ بله، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، همونجوری که در حین برنامه و گفتگو ملاحظه میکنید، من عکس صفحه فیسبوک آقای لادن رو گذاشتم، نوشته و آدرس وبسایت ایشون و دوستانشون رو به نام اندیشکده .net گذاشتم. از تون خواهش میکنم که مستقیما با خود ایشون و یارانشون یا به قول خودشون همگامانشون در اندیشکده .net تماس بگیرید. آیه لادن، یه موضوعی رو که من دوست دارم از شما سوال کنم و بپرسم، این ماجرای آقای جان بولتون، اتفاقا حالا آقای رضا سلامی هم، دکتر سلامی هم از نورث کارولینا بیننده برنامه هستن، که من خیلی تعجب میکنم که ایشون با این دانششون، ایشون پروفسوره ولی دنبال رو این به اصطلاح سیاست ترامپ شده متاسفانه، و ایشون نوشته که نه استعفا نداد، اون اخراجش کرد. آقا اصلا مهم نیست که اخراج شده یا استعفا شده، مهم اینه که در کمتر از 3 سال حکومت این ترامپ به دلیل نادانی و ناشایستگی و عدم مدیریت 3 تا نشنال سکیوریتی، یعنی اینا دیگه بالاترین هستن، بعد اینا رو اخراج کرده. آقای سلامی، دکتر عزیز، شما درست میگی، اخراج کرده. خب که چی؟ این نشون میده که این مدیر و مدبر نیست. تازه دیروز با افتخار گفت که
کار اینها کار مشکلی هم نیست، کار ساده ایه، چون همه تصمیم ها رو من میگیرم. آقای لادن این افتخار میکنه که همه تصمیم ها رو خودش میگیره. خدا شاهده منی که نه سواد کافی دارم نه عمر چندانی اونجوری دارم، هر وقت یه برنامه بوده به دوستان میگم که من باید با همسرم مشورت کنم بعدم به شما جواب بدم. بعضی از دوستان قدیما مسخره میکردن، الان میبینم خود اونام اینو یاد گرفتن که آقا فوری جواب ندید، با همسرتون، با شریکتون، با فرزندانتون، با همکارانتون مشورت کنید. این فقط یعنی دیکتاتورها هستن که میگن ما همه چیز رو میدونیم. شما نظرتون درباره اخراج یا استعفای جان بولتون که یک دیوانه بیش نبود و یکی از اونایی بود که این جنگ عراق و افغانستان به اصطلاح ایشون شروعش رو تشویق کرده بود، اون جورج بوش رو، شما نظرتون چیه؟ جان بولتون رو چگونه میدیدید و چگونه میبینید این اخراج یا استعفا رو چی فکر میکنید؟ حتما بعد از اینکه در مورد جان بولتون صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین به مشورت و تصمیم گیری و گفتین دیکتاتور، من میخوام یه گریزی بزنم به صحرای کربلا و سلطنت طلبا رو خوشحال کنم، و اون اینکه نگاه کنین به فاجعه‌ای که محمد رضا شاه بود و این خودکامگی و خودمحوری و حکومت فردیش چجوری خودش و خانوادش رو آواره کرد، اخراج کرد از ایران و یه ملتی رو گرفتار عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی ملاها کرد. اگه خاطرتون باشه من فکر کنم توی یک از برنامه ها به این اشاره کردم که وقتی که شاه پس از به وجود آوردن حزب رستاخیز داشت از ایران میرفت که در جلسه الجزیره شرکت کنه، چون جلسه اوپک بود، علم اسدالله علم وزیر دربار و رفیق شخص بسیار نزدیک به شاه میگه که بهتره که چند نفر رو اسم میبره، این 3-4 نفر رو که تخصصشون در نفت و پول و بانکداری و اقتصاده با خودتون ببرید. و بعدم آخر اون خود علم اضافه کرده که این 4 تا از 4 تا از متبهرترین شخصیت‌های ایرانی بودن. شاه میگه من این خرا رو میخوام چه کنم؟ یعنی میخوام در تایید گفته شما بگم که مسئله یعبودی و فردی و مطلق‌گرایی میتونه همه چیز رو به لجن بکشه، همینطور که در مورد محمد رضا شاه چنین بود. و اما جان بولتون، اگه شما به پرونده جان بولتون نگاه کنین، همینطور که به درستی اشاره کردین، یکی از آرشیتکتای، یکی از اهرم‌های نابودی عراق. خود جان بولتون اینجا به انگلیسی بهش میگن لوس کنن. کنن میدونین که اون توپایی که دوتا چرخ داشت، یه دونه لوله داشت و شما اینو پر میکنین و فیلترش رو آتیش میزنین، بعد این چیز میکرد، اون بمبش رو مینداخت. موقعی بهش میگن لوس کنن که یکی از این چرخ ها شل میشه و وقتی که ترکون میخوره دیگه اینطوری نمیره، ممکنه اینطوری بره اونطوری بره، به این میگن لوس کنن، یعنی کنترلی وجود نداره. بعد اینو به کار میبرن برای اشخاصی که هیچ نوع، یعنی متزلزلن و کنترلی براشون وجود نداره. این یه لوس کنن، کسیه که هر روز به جورج دبلیو بوش میگفته که بعد بمباران کرد عراقو و کمک آریل شارون بوده در این چارچوب، در این راه، یعنی باعث میشه گفت ای به عراق نگاه کنین باعث قتل و نابودی میلیون ها انسان بیگناه. و ایشون الان سالهای ساله که داره همین تجویز رو میکنه با کمک نتانیاهو و حزب لیکود اسرائیل و جنگ طلبای آمریکا و صنایع نظامی آمریکا، چون ایشون وابسته به اونهاست، که به ایران حمله کنه. و حتی ایشون چندین بار پیشنهاد داده که حمله با یک موشکای بیچه هست، موشکای اتمی، نه اینکه همه چی رو نابود میکنه ولی یه محیطی رو نابود میکنه،
که این کارو بکنه. خب یک چنین شخصی اومده شده سخنگوی کاخ سفید یا رئیس امنیت ملی آمریکا و تمام این مدت یکی از خصوصیات این آقا اینه که از دیپلماسی هیچی حالیش نیست، فکر میکنه همه چی زوری و پرخاشی و خشونت و باعث یک شکاف عمیق شده بین آمریکا و یاران و متفقینش در اروپا و بقیه دنیا. پس بنابراین وجود یک چنین آدمی، یا اگه بشه اسمش گذاشت آدم، واقعا ناگوار و خطرناکه. ما از با تمام وجودمون خواستار براندازی رژیم فقاهتی هستیم، ولی تحت هیچ عنوان نمیخوایم کوچکترین لطمه‌ای به ایران بخوره، نمیخوایم جان یک نفر هدر بشه یا یک تومن از ثروت‌های ایران از بین بره. یه چیزی اینجا اگه اضافه کنم بفهم. الان نمیبایستی جشن بگیریم که بولتون رو بیرون کرده، تا زمانی که جایگزین بولتون رو معرفی میکنه. اون کسی که الان به صورت موقت جایگزین بولتونه این خود بولتونه، معاونش بود و یک دونه آدم خور دست راستی. ولی بعد از این که این شخص جدید رو ترامپ معرفی کنه، به ما نشون میده که هدف ترامپ از این کار چی بوده، چون بدون شک یه چیزی هم پشت پرده هست. درسته که ترامپ میگه که تمام تصمیم ها رو من میگیرم و اینا کارشون آسونه، فقط بعد هرچی من میگم انجام بدن، ولی یک چیزی باید پشت پرده هم باشه و من منتظرم که ببینم چه کسی رو انتخاب کرده و برآورد کنم که چرا و اون مسئله چیه پشت پرده. بسیار ممنونم. خانم دکتر جیلانی نوشتن که من فکر میکنم ترامپ هدفش سرگرم کردن دنیاست تا انتخابات. اینه که میگن، منم قبول دارم و دیدم اینجا وقتی که یه مشکلی پیدا میکنه با یک مهارت و شارلاتانیزمی خاصی تمام رسانه های اینجا رو مشغول به یه الان دو هفته اینا رو مشغول کرد به اون گزارش آب و هوا و آلاباما رو آورده بود اونجا که مسئله کاملا از اون چیزایی که به اصطلاح دارن از ریزورت ها و هتل های این استفاده میکنن، حتی سفر معاونش میلیون ها دلار اون پولی که اون به اصطلاح نیروی هوایی میده برای که بنزین گرونتری بخرن، همه اینها رو به اصطلاح نظرها رو منحرف کرد. و توی این قسمت من با خانم جیلانی هم‌عقیده هستم. نظر شما چیه؟ ببین 100% این یک، به قول آمریکایی‌ها حتی بکنم، ما تو ایران هم میگیم شومن، این یه شومنه، این دنبال مسائلیه که بتونه تمام دیدها رو روی اون متمرکز کنه و کار خودش رو انجام بده، این شکی نیست. و یک اشاره‌ای هم که شما کردین راجع به این که یه چیزای ساختگی، منو یاد گفتگوی پیشینمون و یاد کاری که الان آقای نتانیاهو در اسرائیل داره میکنه، چون آمار نشون داده که نتانیاهو اگر همه امروز انتخابات باشه انتخاب نمیشه، و این برای این که این مسئله رو تغییر بده دو سه تا کار داره میکنه که تندروهای اسرائیل همه رو با خودش خواهد کرد و شاید الان کرده باشه. و اون این که میخواد اون بهش میگن دره اردن، میخواد اون دره اردن رو بکنه بخشی از اسرائیل و یک سوم نوار غزه رو توش ساختمون سازی و خونه سازی کنه برای یهودی ها، و اینو داره اعلام میکنه. و در دیروز هم اعلام کرده که ما چاره ای نداریم جز اینکه حملمون رو به حماس گسترش بده. خب اینها همش ساختگی و همش برای جلب رای دهنده است که بتونه دوباره انتخاب بشه، و ترامپ هم برای انتخاب شدن حاضر همه چی رو به خاک و خون و آتیش بکشه. و
بسیار ممنونم. آقای اکبری یه سوالی میکنه، میگن جناب لادن، حدس خود شما از برکنار کردن بولتون چیست؟ چرا ترامپ اصطلاح اخراجش کرد یا استعفا داده اون یا عوضش کرد؟ البته شما گفتید منتظرید که جانشینش بیاد تا بعد ببینید چیه، ولی اینو چون سوال کردن زمینم دوستان هم دارن به شما تقریبا حمله میکنن از کالیفرنیا و از ایران. بفرمایید. من همیشه انتظار اونو دارم، ولی خب این اشخاصی هم که دید دیگری دارن میتونن مسائل خودشون اعلام کنن به جای همده. ببینین، همچون که عرض کردم خدمتون، باید بر اساس چیز باشه، یک واقعیت هایی که موجود باشه، وگرنه میشه حدس. اگه بخوام حدس بزنم میتونم اشاره کنم به یکی از دو تا چیزی که ترامپ از روز آغازی که جان بولتون رو آورد تو بهش اشاره کرد. اگه یادتون باشه یه دفعه توی یکی از گفتگوها با خبرنگارا گفت، ببین با حالت لبخند و مسخره گفت، ببین کار به کجا رسیده که من باید جان بولتون رو آرام کنم، اگر نه اون خیلی تون رو نمیدونم. من یادم اینو گفت. یادتونه. خب ببین، این همه اینا نمونگر یک تفاوت‌هایی بوده، ولی من در از درون مسائلشون خبر ندارم، ولی بهتون قول میدم که با انتخاب نفر بعدی میتونیم به یک حقایقی پی ببریم بیشتر. بله، دیشب خود ترامپ گفت که از روزی که جان بولتون به اون به اصطلاح رهبر کره شمالی، رهبر کره شمالی گفت چی؟ گفت خب تو هم میشی مثل قذافی، از اون موقع به اصطلاح این فهمیده که این کارش درست نیست و میخواسته اینو اخراج کنه. آقای لادن اجازه بدین، چون اینجا من متوجه نمیشم که این دوستون از ایران به من هستن یا به شما، من یه چیزی رو بخونم هم از شما نظرتون رو بپرسم، هم اگه من اینو گفتم نظر خودم رو باز بگم. ایشون نوشته که ظاهرا خیلی در رفاه دارید زندگی میکنین و نمیفهمین، تا حالا نفهمیدین که درد یعنی چی، به بنبست رسیدن یعنی چی، ته خط رسیدن یعنی چی، این که اسم و نامت لکه دار بشه یعنی چی، این که آبرتون بره یعنی چی، و یا اینکه های زیاد دیگه، وگرنه به سحر نمیگفتین ناعاقل. شما که آدم عاقلی هستین نباید وارد همچنین بحثی می شدید. من نمیدونم شما گفتید ناعاقل یا من گفتم. حالا شما گفتید نه من. نه نه نه، حالا من میگم که حتی اگه گفته باشم اتفاقا من میگم که این کار عاقلانه نیست و هر کاری که عاقلانه نباشه توسط یه ناعاقل انجام میشه. و دوست عزیز، خواهر سحر خانم آمده میگه خواهر ما دو شخصیتی بوده، بایپولار بوده، میگه خواهر ما میرفته دکتر روانشناس، قرص های روانپریشی بهش میدادن و حتی تو دادگاه از این به عنوان یک چی بهش میگن به اصطلاح میخواسته یه درجه تخفیف بگیره استفاده میکرده. حالا شما احساساتی بشید بگید نه ایشون عاقل بوده، ببخشید، ممکنه من به شما پیشنهاد کنم خب اگر این کار عاقلانه هست من حاضرم پول بنزین شما رو بدم، شما لطف کنید خودتون آتش بزنید. بله، ایشون نوشتن نه خیر، من متوجه نمیشم نه خیرشون برای چی هست. بعد نوشتن لطفاً دقت کنید. ببینید دوست عزیز، اگر یه چیزی شما مینویسی من خواننده متوجه نمیشم، همش فکر نکنید اشکال از خواننده هست، گاهی وقتا اشکال از نویسنده هم هست. البته من اون روز مثلا آقای سعید از کالیفرنیا نوشته بود که برنامه‌تون روی مردم تیوی کار نمی‌کنه، من فکر کردم نوشتن کار می‌کنه، این دونت و اینا رو وقتی می‌نویسن دو و دونت و اینا اشتباه میشه. در اصل شما بیشتر توضیح بدین، من آقای لادن رو بیش از این خسته نمی‌کنم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم، اگر صحبتی دارن باز در خدمتشون هستیم و خیلی ممنونم که شما همونجوری که قول دادید بیشتر با ما هستید. امیدوارم ما تا اونجایی که میتونیم ازتون استفاده کنیم، ولی سعی کنیم سوء استفاده نکنیم از شما. بفرمایید آقای لاده. سپاسگزارم. فقط یک گفته کوتاه پایانی و اون این که
اوضاع دردناک و آسیب پذیر میهنمون به خودی خود درست نمیشه. ایران به خرد و توانایی و اراده تمام فرزندانش نیاز داره. برای رهایی خودمون و نجات میهنمون باید حرکت کنیم، باید گام برداریم. من پیشنهادم اینه که با باور، هدف و راه جبهه جمهوری دوم آشنا بشیم، چنانچه هم باور بودیم و هدف ها مشترک بود همراه بشیم، پیروز باشیم. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگه دوستان در جبهه دوم هم حاضر هستن که انتقادات ما و سوالات ما رو بشنون، خوشحال میشم با این دوستان هم مصاحبه‌ای یا مصاحبه‌ای داشته باشم. آقای لاده، من از شما بسیار یاد گرفتم، ممنونم. همین لوز کنن رو باور کنید، من همش فکر میکنم، چون میدونید من تو زرهی و هوابرد و اینها جزء یه نیرو هستن و این نمیفهمیدم توپ لوس یعنی چی، ولی حالا که شما گفتید چرخای اینا یکیش اگه خراب باشه و درست هم هست، وقتی شلیک میکنن میره اون برای اینها. ممنون، متشکرم. بذارید قبل از اینکه شما برید، چون دوستان گفتن که این سوء تفاهم شده، گویا آقای ابهری چنین چیزی نوشته، این دوستمون داشته جواب اون رو میداده که من فکر کردم یا من یا شما بودم. همینجا یک اصلاحیه یا یه توصیه‌ای به این دوستان بگم، دوستان وقتی میخوان جواب یه نفر رو بدین اسم اون طرف رو بنویسید. یعنی اگه این دوست ما از ایران یک کلمه نوشته بود آقای ابهری، اینجوری این مسائل پیش نمیاد. من از شما ممنونم و همه هدف ما اینه که هر روز یک چیزی یاد بگیریم و هر روز یک قدم حتی اگر خیلی کوچک باشه برداریم. آقای لادن از اندیشکده.net با ما بودن، صفحه فیسبوکشون رو هم نشون دادم. اگر باز با همه اینها اشکالی در تماس گرفتن داشتید، با تلویزیون مردم با ما تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. بازم از شما ممنون که با ما بودید، سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با شما و امیدوارم که اگر جایی اشکالی هست، اگر سوالی هست، نظری هست، بگید تا ما هم با عنوان کردنش، مطرح کردنش و شرکت دیگر دوستان در این برنامه و اینها یه چیزی یاد بگیریم. اینجا این نیست که من آمده باشم مثل یه معلمی و یه کتاب داشته باشم از اون بخوام به شما یاد بدم و بابت این یه حقوقی هم بگیرم، آخر سالم شما یه مدرکی بگیرید. اینجا یه گپ خودمونیه و میبینید نه تیتیش مامانی حرف میزنیم، نه با قاشق چنگال، همین یه سفره هست و نشستیم. آقای ابهری باور کنید گاهی وقتا چیزایی که مینویسه، من خودم هم براش مینویسم، آقای ابهری شما 10 موضوع رو باز میکنی و من متوجه نمیشم شما چی میگی. میدونید بعضی ها وقتی که خیلی مطالعه میکنن، خیلی اخبار رو گوش میدن، خیلی خودشون رو در جریانات مختلف قرار میدن، بعدن باید خیلی مواظب باشن که با افراد معمولی مثل من وقتی میخوان صحبت کنن بگن آقا این متوجه نمیشه، من یکی یکی باید براش بگم. اون شعره رو بگین، چون سر و کارت به کودک فتاد، پس زبان کودکی باید ستاد یا دانست، اینجوری باشه. دمت گرم، خیلی ممنون. این دوستون از ایران نوشته، جنت دمت گرم. آقای خوشنودی قبلا هم یه چیزی نوشته بود، حالا نوشته بابا یه چیزی رو آقای هوشی از یه جا کپی کرده اینجا گذاشته، در روانشناسی حتی فکر به خودکشی هم دلیل بر بیماری روانی یا اسکیزوفرنیا است و برای روانشناس جدی گرفته میشه. حالا شما جوستان اینجا باشین، خانم دکتر بهیه جیلانی ایشون روانشناسه، دکتر روانشناسه، ایشون به این سادگی قضاوت و تبابت نمی کنه. ولی من و شما، حتی خود من درباره این و اون اینجوری قضاوت می کنه و باید یاد بگیریم از افرادی مثلشون که کمی با صبر، با حوصله. دوستان عزیز، ساعت 3:54 به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکاست، 12:54 به وقت غرب آمریکاست، ساعت 4 به وقت نیویورک،
ما برنامه‌هایی را از آقای حسن ارشادی که درباره دوستان بهایی و دین بهاییت صحبت میکنه و الان چندین هفته است که برنامه‌هاشون در این رابطه است که آقا دوستان بهایی که میگن ما در سیاست دخالت نمی‌کنیم دروغ محض. دوستان دوستان بهایی که میگن ما توی هر کشوری هستیم باید مطیع اون دولت باشیم در باره ایران دروغ میگن و این کار را انجام نمیدن، ولی درباره اسرائیل لب باز نمیکنن. شما بیارین یک نامه‌ای، یک خط، یک نوشته‌ای از یک دوست باهایی، از یک اسکالر، از یک اینجا که میگن وقتا تو ایران میگفتن اسکالر یعنی کسی که سکوی دانشگاهی داشته باشه، که درباره بچه‌های بیگناه فلسطین نوشته باشن. نمی‌نویسن. چرا؟ چون اینا تو اسرائیل هستن. البته میگن ما وقتی اومدیم اینجا اسرائیل نبوده، اسرائیل بعدن اومده، ولی یک کلمه حرف نمیزنن. ولی درباره ایران اون کارا رو انجام میدن و خیلی خوشحالم که برنامه‌ی آقای حسن ارشادی باعث شد که من از دوستان بهایی سوال کنم و با وجودی که خیلی هاشون به دروغ گفتن نه، آقای حسن فیروزی از سندیگو تنها کسی بود که با شهامت با شجاعت آمد گفت بله ما دنبال حکومت جهانی هستیم و اصلا یکی از وظیفه ها یا وظائف بهایی ها تبلیغ هست و اینکه سبب این را آماده کنن، وسیلهش آماده کنن که ما حکومت جهانی در دست بگیریم. شما هم اگر صحبتی دارید درباره ادیان مختلف، مذاهب مختلف، و بذارید این آقای اخرف، آقای تبریزی بود، این بنده خدا هم زنگ میزنه. دوستان تو رو خدا اگه یه جایی زنگ میزنید هی قطع نکنید دوباره زنگ بزنید. آقا اون طرف مثلا داره رنگ میزنه، دستش رنگیه، داره عکس چاپ میکنه، دستش عکسیه، داره تو توالته. خب شما زنگ میزنی تو توالته، دوباره زنگ میزنی داره خودش تمیز میکنه، دوباره زنگ میزنی داره طهارت میگیره. آقا پیام بذار، این چه درد بی درمانیه که نصیب ما ایرانی‌ها شده؟ هی زنگ میزنیم، هی قطع میکنیم، دوباره زنگ میزنیم. تازه حالا وقتی هم مسیج میذاریم میگیم آقا 20 بار ما به شما زنگ زدیم. خب آقا بی خود کردی، 19 بارش بی خود بوده. شما یه بار زنگ میزنی، اگه کسی نبود پیامگیریش روشن شد، پیام میذاری، توضیح میدی چه کارش داشتی، بعدم ازش میخوای که بهت زنگ بزنه. نه اینکه حالا تازه وقتی هم پیام میزنه آقا 20 بار زنگ زدم نبودی، آقا مردم، من قبرستون بودم، بعدم میگه حالا یه زنگ به من بزن. بعد که شما زنگ میزنی میگی نه اون موقع کارت داشتم، حالا دیگه مشکل رفت شد. دوستان عزیز، از هم یاد بگیریم، چیزای خوب کشورهایی که هستیم یاد بگیریم، چیزای بداشون رو ول کنیم، چیزای خوب خودمون رو ادامه بدیم، چیزای بد رو ول کنیم بره. بله. خب این آقای خوشنودی بازم یه جایی نوشته بود که ما ایرانی‌ها اینجوری با شور و هیجان میان خبرها رو دنبال میکنیم، بعد یه خبر بعدی که میاد، آها اینو نوشته، ایرانی ها کلن اینجوری هستن، یه موج خبری و رسانهی که میاد مثل توپ همه جا صداش میپیچه و همه از حرف میزنن و مینویسن، چند روز بعد با خبرهای جدید و ماجراها و موجهای خبری تازه اون خبر فراموش میشه و زیر بقیه خبرها دفع میشه. کاملا نرماله، ذات بشر اینه. دلیلش هم بهتون میگم، اگه پدر من سال 92 مرده، حالا پدر شما دو روز پیش فوت شده، ما آمدیم در مجلس ختم پدر شما، اگه من بشینم راجع به مرگ پدر خودم صحبت کنم، ملت میگن این سربی عجب دیوانه ایه، این دوست ما پدرش فوت شده، مجلس گرفته، خرج کرده، مردم رو دعوت کرده، این سربی روانی داره راجع به پدر خودش صحبت میکنه. خبرام همینه، خبرها کهنه میشه، متاسفانه این روزا زودتر کهنه میشه. درباره مجلس ختم و اینا هست، یه عکسی هست بذاریم من بهتون نشون بدم، به نظر من جالب بود و من اینو اینجا دیدم. توی ایران ما همچین چیزی ندیده بودیم که وقتی یه خانواده‌ای عزیزی رو از دست میدن همسایه ها براشون خوراک بیارن، برعکس بود. حالا بیچاره پدر، فامیل، دختر، پسر، بچه، هر کی از دست داده باید برای یه مشت مفتخور فامیل و دوست و اینا هم خوراک بخرن یا خوراک تهیه کنن.
حالا این یک حلوای خیلی قشنگم اینجا نشون داده، با هم نگاه میکنین. و من توی خونه قبلی که بودم یه همسایه داشتیم، یه روز دیدیم گریه و زاری و اینها، و بعد فهمیدیم این بنده خدا رفته یه ماشینی کرایه کرده که بره چیزاشو برداره بیاد. اون ماشین قدیمی یوحالا بود که دنده‌ای بود، این ترمزش درست نگرفته، وقتی این اومده پایین ماشین عقب عقب اومده و دروش، یعنی رفته ماشین کرایه کرده، ماشین کامیون کرایه‌ای آمده بود اینو له کرده بود. حالا اینا نشستن منتظر که اون بره وسیله رو بیاره، اون زیر کامیون موند و مرد. و بعد همسایه ما آمدن گفتن که ما میخوایم چی درست کنیم ببریم برای اینا. یکی گفت من سالاد میارم، یکی گفت من مرغ میارم، یکی گفت این، و این کار انجام شد. و اما میگه کمپین تحریم غذا خوردن در مراسم ختم. هموطن گرامی، بیایید با هم یک رسم غلط را در جامعه خودمان ریشه‌کن کنیم. در روایات دینی و احادیث آمده همسایه ها و فامیل ها تا چند روز در منزل خود غذا پخته و برای خانواده عزادار ببرند یا می بردند، که متاسفانه در جامعه ما به این شکل اشتباه تغییر یافته که خود خانواده عزادار علاوه بر غم و غصه و فقدان عزیز از دست رفته، همزمان باید به فکر تدارک و پذیرایی از مهمانها هم باشند. با وضعیت اقتصادی فعلی برای بسیاری از خانواده ها بار مضاعفی است که باید در آن شرایط بحرانی به دوش بکشند. حتی اگر مشکل مالی هم نداشته باشند، بار روانی تدارک دیدن و آبرومند ظاهر شدن در انظار هم در این شرایط یک بار اضافه است. علاوه بر این، از نظر انرژیکی خوردن غذایی که با این شرایط روحی و گاهی هم با نارضایتی تدارک دیده شده برای سلامتی میتواند مضر باشد. با نخوردن غذا در این مراسم به تدریج این قضیه عمومیت پیدا میکند و انگیزه تدارک غذای مراسم ترحیم کاهش یافته و به مرور این رسم برچیده می شود و دعای خیر خانواده‌ای که مشکل مالی دارد شامل حال خواهد بود. خدا را شکر سطح سواد جامعه آنقدر بالا رفته که تقریبا همه می دانند که روح فرد متوفی یا متوفا به انرژی معنوی و دعا نیاز دارد، نه به غذا، چون دنیای بعد از مرگ با دنیای فیزیکی ما متفاوت است. از خودمان شروع کرده و آن را تبدیل به یک فرهنگ کنیم انشاءالله. دوستان عزیز، از یکایک شما ممنون و متشکرم. اجازه بدید که این مهمترین قسمت تلویزیون مردم را حمایت کنید از طریق پیپال. آسونترینش هست paypal.me خط اشاری یا ممیز، خط ممیز اشاری مردم تیوی، یا از طریق تکس و اینها تماس بگیرید. تا راه های دیگر رو بهتون میگم. اگه میخواین کردیت کارت بدین که ما اینجا با دستگاه برداریم. و شماره تلفن ما هست 202-695-2573. و گویا من روز چهارشنبه شماره تلفن رو هم اشتباه نوشتم. بله، اینم از این. ممنون و متشکر از یکایی که شما که با ما بودید. بیشتر ممنون میشم اگر شما برنامه های ما رو هم با دیگران شیر کنید، که متاسفانه خیلی کم این کار رو انجام میدن و نمیدونم چرا. ای کاش اقلا می نوشتید، چون من چند مدت پیش یه سوالی رو پرسیدم که آقا خانم خب شما بگو چرا حمایت نمی کنی. تنها کسی که جواب داد خانم تننازی بود، گفت من مفخورم. و یه عکسم بهتون نشون بدم، این جان بولتون و ماجرای خانم مریم رجوی و مجاهدین. و اگر کسی مجاهده داره میره به طرف نیویورک برای اینکه دوباره برن فوش بدن و ماشین کرایه کنن به اصطلاح به ایران و ایرانی فوش بدن، خب این دفعه که دیگه جان بولتون هم رفت چی میشه؟ و میبینید که مریم رجوی رو به صورت جان بولتون با حجاب، بالاش هم عکس صدام حسین، عکس این مهدی با شرف ابریشمچی، و رجوی و این کمونیست هم استالین و لنین و اینا، و این پایین هم عکس اون شیخی که آمد گفت مرحوم رجوی، و همه گفتن این رو گفته
چون دیگه میخواسته به این خانومه پیله کنه و بگه آقا خانم ما دیگه گفتیم همه میدونن شوهر نداری، بیا صیغه رو جاری کنیم. این برم عکس ترامپ. یه نوشته دیگه هست دنباله اون حرفی که من بهتون زدم بارها، که خودتون باشین در نوشتن، در گفتن خودتون باشین. براتون نشون دادم یه نوشته ای رو که طرف آمده بود، حالا میخواست احترام بذاره به شکوه میرزادگی که اصلا قابل احترام نیست، نوشته بود من برای شما جسارت کرده فرستادم. آقا اگه جسارت خب بی خود کردی. در هر صورت حالا یه نوشته دیگر اینجا من پیدا کردم، اینم براتون میخونم و ببینید دوستان وقتی میرسن به نوشتن چجوری میخوان با قاشق چنگال صحبت کنن. نمیشه، خراب میشه. جمله رو دقت کنید دوستان. با سلام و درود فراوان به حضور هر دو شما، من اگر جای دوست بسیار ارجمند و عزیزمان میبودم بایستی در وصف شما جا داشت. این بیت بسیار زیبا را با بریلیان می نگاشتند. اصلا شما نمیفهمی این اول شخص، سوم شخص، هشتم شخص، زمان آینده است، گذشته است، حال آقای محسن پورفر. همون چیزی رو که میگید بنویسید، ساده تره. امیدوارم که در انتخاب این بیت به خاطر نداشتن کارنامه بالای شش ابتدایی به جا بوده باشم. دوستان من عمدن اسم ایشون نوشتم که شما بفهمید اینو سوربی از خودش ننوشته و امکان نداره یه ایرانی اینقدر بد بنویسه. حالا این شعر رو نوشته دیگه، حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایهی به او بستن، با آرزوی بهترین ها برای تمامی خانواده، ارادتمند محسن پورفر. خب اینم از این. ببینیم که دوستمون چی نوشته اینجا. آقای سوربی یادمون میره شعر کنیم، شما خودت که دو تا پیج داری بعضی وقتا با این که پخش زنده داری یادت میره با صفحه بعدی هم شعر کنی، چه رسد به بقیه. باید یادآوری بشه، راست میگه، باید رو کاغذم بنویسم. ما میدونی من از رادیو شروع کردم، من از رادیو فرفکس شروع کردم با آقای محمد علی ابوقداره و بابک یکتافر و دوستان دیگه، اسکر تادی، خانم تکتم، خیلی ها بودن، 14-15 نفر بودن، خانم الهام، خیلی ها بودن. و اونجا تو رادیو شما هر از چند دقیقه یه بار شماره تلفن رو باید اعلام میکردیم و رو کاغذمون نوشته بودیم، اول بالای کاغذ نوشته بودیم شماره تلفن. وقتی هم می‌خواستیم جواب یه تلفن بدیم اول شماره تلفن رو می‌گفتیم. دوستان اگه مایل هستید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید، بیننده‌ای رو روی خط داریم یا شنونده‌ای رو روی خط داریم. که بعضی از دوستان می‌گفتن آقا شما چجوری الان شماره رو گفتی این زنگ زده؟ میگفتیم بابا این به خاطری که شماره رو داشته یا 5 دقیقه پیش، ولی ما قبل از اینکه تلفن رو جواب بدیم شماره رو می‌گیم. تلویزیون ما رو تنبل کرد آقای خوشنودی. و هنوز یادم و امروز یادم میره که بعضی از شما الان ممکنه در حال رانندگی، در حال کار، سر تو به اصطلاح اداره و اینها چند دقیقه دیر شد، اب نداره، از آقای حسن ارشاد عذر میخوام، ولی ایشون میدونه که برنامه‌هاشون رو من از صبح پخش کردم و تا جمعه هفته آینده پخش میشه. در هر صورت شما درست میگی، من باید یادآوری کنم، ولی اگر یادآوری کردم و همون موقع شعر نکردی یقت میام میگیرم. و فکر نکو بچه خیابون شهنازی، از هنرستان میام دروازه اصفهان میرم خیابون شهناز، یقت رو میگیرم. دوستان عزیز آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، روز روزگار بر شما خوش. از هر جا که هستی، از هر رشته، طبقه، دین، مذهب میتونی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشی. منتظر خانم زونوسی هم هستیم که اگر با دوستشون صحبت کنن ایشون هم برنامه رو در تلویزیون مردم داشته باشن. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.